با تغییر فریکونسی روی هارتبرد از این به بعد روی فریکونسی 11317 ورتیکال سمبول ریت 27500 3/4 پخش می گردد. لطفاً فریکونسی جدید را یادداشت نموده و ساتلایت های خود را به این فریکونسی عیار دارید. گران دوستانو سلامونه و احترامونه خراغ لاست سپینو خبرو پروگرام ته هیله ده چه جور خوشاله و بریالی و سه استاس بخدمت کیو لده شبکه ده سپینو خبرو برخه ده انشاله ده افغانستان پیخو بسرقه گیگو دوستانی عزیز عرضی سلام و احترام خدمت فرد فرد شما اجتماع شریف و دوستاشتنی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخنی اوریان در خدمت هست و بالای انشالله اوزای جاری افغانستان در دو ساعتی که در پیش است صحبت خواهیم کرد با داشتن شما تبصره‌های شما و تحلیل و صحبتی از افغانا خواد داشتیم. ما خرسند استم که باز هم امروز سه شنبه بخش سخنی اوریان را برای شما باز می داریم. دوستان عزیز امروز روز ده محرم دهم عاشورا است و در سراسر جهان از این روز در جوامع مسلمانان یاد بود میشه و روز علاوه از اینکه غم و تعلم و اندوم میتونه باشه که به شکل بسیار فجیع یزید پسر معاویه رضی الله عنه نوادی پیغمبر اسلام حضرت امام حسین رضی الله عنه و 72 تن از دودمان ایشان و قطاران ایشان مجاهدین به شهادت رساندن اندوه داره و در میان خود غزوه یا خیزش حضرت امام حسین رضی الله عنه در برابر استکبار یزیدیان دروس نهفته است که برای ما مسلمانان به حیث یک محک و معیار به دست میته که گویا خداوند لایزال که هر چیز در تقدیر انسان ها نوشته در تقدیر امام حسین رضی الله عنه هم این شهادت نصیب بود و او نمیتونست یعنی رد شوه مگر در روبر مسلمانان جهان کسایی که پیرو خط قرآن هستند و پیرو خط پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم دروس نهفته است. برای ما مسلمان هایی که در عصر راستی پرتلاتم و استکبار به سر میبریم، استکبار مستکبرین جهانی، بالای ما مسلمانان امروز زیر چکمی از اونا قرار داریم، چی درس و تعلیم برای ما میتونه داشته باشه. حضرت امام حسین رضی الله عنه از مکه معظمه به خواست بعضی از هواداران ایشان به کوفه دعوت شدند که در اونجا حکومت یزید حکم فرما بود و به جبر و استکبار بالای مردم با ظلم و مظالم حکومت میکردند. اونا از حضرت امام حسین رضی الله عنه خواستند تا به کوفه تشریف ببرند و به اونا بیعت میشد تا اونا عدالت برقرار بداره و حکومت استکبار و جبر از بین ببره، به این معنا که حضرت امام حسین رضی الله عنه را خداوند برگزید تا در برابر استکبار کمر بنده و مجاهدین همقطار ایشان به طرف کوفه در حرکت شدند. در کوفه به روزهای آغازین
به حضرت امام حسین رضی الله عنه و بقیه مجاهدین و دودمانی از اونا استقبال شدن و خیر مقدم گفته شدن. مگر یزید پسر معاویه آیستا آیستا در میان او کسایی که هواداران حضرت امام حسین رضی الله عنه بودن، وعده های پولی، وعده های ماموریت و نوازش دادن، ورنه اونا نابود خواهد شدن. و آیستا آیستا اونا به یزید پیوستن، به مال و منال وعده شده دنیایی اونا پناه بردن، سجده کردن و او را پذیرفتن و از یزید حراس کردن، به یزید تسلیم شدن و از حضرت امام حسین رضی الله عنه و مجاهدین معرکه کربلا دوری گزیدن و آیستا آیستا صفوف خود ایلا دادن و رفتن به طرف یزید و شهادت نصیب حضرت امام حسین رضی الله عنه و مجاهدین ایشان بود و تا این دم تکریم میشن، به نام بزرگ و مجاهد یاد میشن و علیه ظلم و استکبار به حیث یک الگو برای ما، به حیث یک محک مجاهده و جهاد معرفی هستند. و امروز وقتی ما از امام حسین نام میبریم، معرکه کربلا جهاد ایشان به یاد می آوره، و محکی که برای ما گذاشته و ایمانداری که اونا در برابر مستکبرین یزیدیان استادن و جان خود قربان کردن، گویا خداوندی را به حیث یک مثال برای ادوار بعدی برای ما مسلمان ها، به حیث یک گلگو، به حیث یک مثال در امریکایی او را به نام پرسیدنس میگه، یک محک گذاشت. بنان ما مسلمانانی که امروز پیروی حضرت امام حسین رضی الله عنه و راه رسم ایشان هستیم و خود میزنیم و عزاداری میداریم، جای عزاداری افتخار است. جای عزاداری راه حضرت امام حسین رضی الله عنه را تعقیب کردن است و ما بسیار خرسند استم که حضرت امام حسین رضی الله عنه به یزید تسلیم نشد، خون پاک خود ریخت در راه حق، در راه عدالت، در راه جهاد. و اگر اونا به استکبار تسلیم می شدن، امروز امو افتخار بر ما نصیب نمی بود. دوستان عزیز، امروز جهان استکبار احتوا کرده، چی در شرق میانه، در عراق، یمن، عربستان سعودی و دیگه کشورهای اسلامی و افغانستان خصوصا که در یک و نیم یا تقریبا دو دهه اخیر باز هم پیهم در برابر مستکبرین جهان مسلمانان افغانستان استادن برای ضد استکبار، ضد یزید زمان استادن و مقاومت میکنن، ایمان خود متجلی میسازن، یک افتخار است. اما تو که در تاریخ افغانستان در برابر تیمور لنگ استادن، در برابر چنگیز استادن، در برابر اسکندر و لشکر ایشان که همه جهان تقریبا فتح کرد و آفتاب در قلمرو ایشان غروب نمی کرد، در افغانستان از افغانستان به فرار و مجبور شد و به فغان. اما تو انگلیس ها چندین بار به افغانستان حمله کردن و ناکام ماندن، مگر دکتر برایدن و مکناتن به یاد ندارین، مگر ارتش سرخ جهانخوار که همه جهان میخواستن تسخیر کنند در افغانستان با ذلت و خواری و شکست مواجه نشدن، در برابر ایمان مردم افغانستان، در برابر حسین خویان زمان، در برابر از اونا نایستادن. راه امام حسین تعقیب نکردن. افغانستان زادگاه مجاهدین است، زادگاه مفتخرین ما است. مگر شما نازو و انا را ندارین، ملاله نداشتین، میر مسجدی خان نداشتین، احمدشاه کبیر ندارین، مگر شما سلطان غزنه را ندارین، بت شکنه، مگر شما افتخارات عظیم در طول تاریخ همین 40 سال قبل در برابر ارتش سرخ
زمین افغانستان امروز هم با رنگ شهدا قرمز و سرخ است. تا این دم استخوان‌های مجاهدین ما در خاک افغانستان خاک نشده. غازی دارین، مجاهدین دارین، الگوی مقاومت دارین. از امروز تجلیل از امام حسین با ما تجدید ایمان است، تجدید عقیده است و تجدید استقامت علیه استکبار هست. امروز ما روز بسیار مقدس می دانم، روز پر افتخار می دانم و ایرا یک هشدار و با او کسایی که مزدوری می کنن و کسایی که به زنجیر اسارت دیگاه خدا نگاه می داره، چون پرازیدها با قیمت فروش وطن خود، با فروش خانه و کاشانی خود، ناموس وطن خود امرار حیات دارن. خوشا به حال او کسایی که حسین خو هستن در برابر استکبار با زبان، قلم، قدم، مال، دارایی، جان می ایستن و امروز خوشا به حال عمو مردم باید استقبال کنه، نه اشرف غنی وطن فروش، نه عبدالله وطن فروش، نه امی حکومتی که یک سره در زیر دامن استکبار، در زیر دامن یزیدیان داخل شدن و از استقلال، آزادی و از امام حسین نام میبره. این خلیلی خائنی که رسم امام حسین تعقیب میداره و به مذهب شیعه متعلق هستن و سینه میزنه، شرم و عیب است به این خائن وطن فروش رای حضرت امام حسین تعقیب نداشته، با استکبار پناه برده، با یزیدی ها پناه برده، از عقیده راسخ دین اسلام بی خبر یک شخص هستند. اما توی دیگرها چهره های کثیف و پرازیتی که در رکاب دیگاه می دوند. دوستان عزیز، امروز روز هوشدار است، روز واقعا بسیار کامیابی مجاهدین هست. حضرت امام حسین رضی الله عنه با خون خود ایمان ما را رقم می زنه. با خون 72 تنی که تسلیم نشدن به استکبار برای ما درس و تعلیم داره. خوشا به حالی و کسی که واقعا حسین خو هستن. دوستان عزیز، سراغاز اخبار امروز تجلیل از روز ده محرم شریف و سرسپردگی حضرت امام حسین رضی الله عنه، نواسه پیغمبر اسلام، اولادای فاطمه بزرگ، اولاد حضرت علی کرم الله وجهه، شیر خداوند امروز در اعماق اکناف جهان تجلیل میشه. امیدوار هستم که با این تجلیل در عقاید ما تغییر رونما گردن، چون اونها برای اونها قدم بگذاریم، نه این خائنینی که در امی مجامع جمع میشن و از حضرت امام حسین و جهادی از اونها تجلیل میدارن. دروغین. توجه دارین به خبر اول. گرامی داشت از روز دهم ماه محرم زیر تدابیر سخت امنیتی. رئیس جمهور غنی برای شرکت در یک مراسم گرامی داشت از رویداد عاشورای کربلا در غرب کابل با چرخ بال آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. او در بخشی از سخنرانیش بار دیگر بر حفظ نظام جمهوریت در گفتگوهای صلح تأکید می‌ورزد. اگر مانند امام حسین تنها بانم، باز هم سر جمهوریت استاد میشم. اما رئیس اجرایی عبدالله که در مراسم جداگانه شرکت کرده است میگوید که دشمنان کشور با بکارگیری از شیوه های گوناگون باز هم نتوانستند یک پارچگی افغانان را صدمه بزنند. این روز مسیر وحدت مردم افغانستان، مسیر وحدت شیعه و سنی در کشور ما و یک پارچگی ملت مسلمان است. رئیس شورای عالی صلح نیز در این مراسم بر تأمین یک صلح باثبات در کشور تأکید می‌ورزد. آیا این سفری که می کردی می دانستید که طرف دیگه شما ملا برادر است؟ اگر می دانستید چرا به مردم خود نگفتید؟
رویداد عاشورا بر روز دهم ماه محرم سال 61 هجری قمری در کربلای عراق رخ داد. در آن رویداد امام حسین با 72 تن از یارانش از سوی سپاه یزید شهید شدند. خبر بعدی، دوستان عزیز، از ایالات متحده آمریکا تجدید گفتار آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، البته که علیه طالبان در طول 10 سال به این حد ضربه های کوبنده به طالب نرسیده بود که در 4 روز اخیر رسیده و اونا ایالات متحده آمریکا زوری از اونا بالای هواپیماهای غول‌پیکر جنگیشان است. در میدان جنگ عسکر آمریکایی خود نمیگذاره، عملیات کورکورانی هوایی داره، در زمین شکست خوردن، در برابر مردم افغانستان اینا نمیتونن بیستن، عملیات هوایی میدارن و راستی میدانن خسارات عملیات هوایی وقتی بالای یک قریه صورت میگیره یا در محلی که طالبا قرار داره. تو فکر کنین که در برابر هر طالب یک دب غیر نظامی یا افراد ملکی و خانواده ها تلف میشه و ای از لحاظ نظامی شما میدانین که حملات عسکری هوایی بسیار کشنده است، بسیار برباد کننده است، بم ریختانده میشه، هوا و فضا را مسموم میسازه، قریه ها را ویران میداره و طالب هم یک عسکر بله باسی عسکری ابلق و دیگه و دیگه نیست، جز اجتماع افغانستان است، میتونه زود یک شخص ریشوالا و پتکیوالا را بگوی همی طالب است فایر کنین، بسیار کشنده میشه برای خود اجتماع افغانستان و ای را کسایی که در رکاب دیگه میدوان مزدور هستن به استکبار پناه بردن به زیدیان، اونا بسیار خرسند هستند چون حمایه از اونا میشه با خون مردم افغانستان. امروز عسکر ناتو از میدانهای جنگ بیرون شده و جنگ خود با خون افغان دوام میده. عسکر امریکایی اگه 4000 است و 10000 یا 100000 همی از اونا در خفا در بیسای نظامی قرار داره، اونا روی روی از میدانهای جنگ بیرون شدن و ایران زینا نگه داشته و ترامپ هم میگه که ما یک مرکز استخباراتی داریم، یک وظیفه استخبارات انجام میتیم، در درون سنگرهای داغ قرار نداریم. بعدا به حالی چند نفری که روزی دگارم میخوره، معاش دگاره گرفته، امرار حیات میداره، سینه خود در برابر طالب سپر میداره و طالب در برابر اونا سپر میداره. جنگ افغان علیه افغان در گرفته، با دلار بیگانگان خارجی ها جنگ دوام داره و مشکل ما افغان ها همی است که افغان افغان هم میکشه و جنگ به یک طرف دیگه کشانیده شده. امروز جنگ در برابر ناتو یعنی بران نیفتاده و طالب در برابر ایجنتای امریکایی ها می جنگه. ما از خداوند می خواهیم که مردم افغانستان به هوش آین، ایران را درک کنن، ای توطئه را درک بدارن و در برابر استکبار زمان بیستن. رئیسی وقت شما وجیبه خدا ادا می دارین در برابر استکبار و اشغال، ایمانای زیر نمی ته که شما طرفدار طالب هستین. شما به حیث یک انسان وظیفه و وجیبه دارین که در برابر اشغال و همه توی اقالت بدی را که خلق شده بیستین، وظیفه انسانی تانه، وظیفه دینی تانه، افغانی تانه ادا ساختین. صرف نظر از این که طالب کی از طالب میر از من نمیر از من، شما به حیث یک شخص مجرد از لحاظ ایمانی تست و امتحان میشین در برابر همی حالت فجی و کریه را که یک روز با یک چند نفر طالب می نشینند در قطر، نماینده خود می فرسته و باز یک روز چون اطفال صحبت ها را قطع می داره. به هر حال ضربه از او به مردم افغانستان می رسه. باید ما افغان ها ایران را درک کنیم. اینجا یک خانم که پاکستان نتور کده و که ایجنت چطورکی، و این خانم هایست بیچاره که البته شاید نمی دانند
که پاکستان چی میکنه، مکه جهانیار. یقینا خطاب صاحب گرامی خوشا به حال کسی که غلامان پاکستان و ایران و سایر کشورها نیستن، درست میگین، خوشا به حال از او کسایی که ایجنت هیچ کس نیستن و ایجنت خداوند لایزال هستن، ایجنت حضرت امام حسین هستن، ایجنت پیغمبر هستن، نمایندگی از امو راه و رسم میداره. شما ضرور نیست که ایجنت پاکستان نباشین، مگر ایجنت امریکا باشین، ایجنت 49 کشور باشین، مغزتان به کار بیاندازین، ببینین که ایجنت هیچ کس یک کس نباید باشه، راه و رسم عدالت و راستگویی را پیشه کنه، او بهترین ایجنت است. بی تفاوت در برابر احزاب باشین، وظیفه خود انجام بدین. به هر حال خبر دوم از دونالد ترامپ و تجدید آنچه گفته بود در سه روز قبل و زوره بالای جنگ انداخته و هواپیماهای خود پرواز میته که به کجا می انجامن، در حالی که در 18 سال بمباردمان هم کردن و در جنگ هم ناکام هستن و در حکومت داری در تطبیق دموکراسی افغانستان در بدر ساختن. این بدبخت ها باید ملت افغانستان در برابر اشغال بیسته به حیث یک جهاد. توجه داره رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از آنچه که پایان بحث و گفتگوی صلح این کشور با طالبان میگوید یاد میکند و میافزاید که ارتش ایالات متحده حمله ها را در برابر طالبان به گونه چشمگیر افزایش داده است. از آنجایی که من میدانم آن گفتگوها مردند. ما طالبان را در 4 روز گذشته سختتر از 10 سال گذشته ضربه زدیم. اما سخنگوی طالبان در قطر درباره تصمیم ترامپ چنین واکنش نشان می‌دهد. مګه حال هم ورکړایدا او د دوی نه خوانه هم حال راغلی دا او رسمي توضیحات هم تر وخت دی بارکی. ما فکر نمی کنم که امریکا در صدد دی باشه که 10 میلیون نفر در افغانستان بکشه، اما گزینه دیگه ای که ترامپ به اشاره کرد که موضوع خروج در یک فرصت مناسب است، او میتونه که گزینه اصلی باشه. در حالی که CNN گزارش داده است که معاون ترامپ و مشاور امنیت آمریکا با دیدار پنهانی رئیس جمهور ترامپ با طالبان در آستانه سالگرد حمله های 11 سپتامبر مخالفت داشتند، اما آقای ترامپ در صفحه توییترش با رد این گزارش عملی نشدن تعهد طالبان را برای کاهش خشونت ها علت این تصمیمش میداند. ما می خواهیم که بیرون شویم، اما هنگامی که زمان درست فرا رسد. همزمان با این فرمانده مرکزی ایالات متحده در دیدارش از پایگاه هوایی بگرام هشدار می‌دهد که احتمال دارد عملیات نظامی بر طالبان افزایش یابند، زیرا به گفته او نیروهای آمریکایی اجازه پیروزی در جنگ را به این گروه نخواهد داد. بله دوستان عزیزی، خبر هم جالب بود و سرنوشت ساز است، چون تصامیم بادارای از اونا می‌گیرند. چند تا مزدور هیچ خبر ندارن و انتخابات هم باید چند روز بعد صورت بگیره و هم امکانی از او موجود نیست. جنگ ها شدت گرفته دوستان عزیز، عکس العمل طالب در منطقه ننگی تخار و بعضی ولسوالی ها را طالبات تصرف کردن و از دست حکومت پوشالی و ناتوان و مزدور تصرف کرده گرفتن و بعض جا را طالبات حملات هوایی صورت میگیره، با زور بادارای خود و مناطق دوباره میگیرن، باز طالبا برگشته و اسلحهشان هم میگیره و والی هم فرار میکنه و رسوال هم. برحال توجه دارین اوضاع جنگی را در افغانستان نشان میده. در حدود 2 هفته است که دست کم 5 ولایت کشور گواهی نبردهایی بودند که بی پیشی نگفته شدند. این نبردها از حمله طالبان بر شهر کندز آغاز شدند و سپس در این ولایت جنگ ها به ولسوالی های امام صاحب، خان‌آباد و قلعه زال نیز کشانیده شدند و حتی از افتادن مرکز ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان خبر رسید. اونا هم زیاد از ولسوالی بدور نیستند، در همه ارچی موقعیت دارند، یک تغییر موقعیت کردند. در ولایت همجوار کندز در تخار، مقام‌های محلی به روز سه‌شنبه تایید کردند که مراکز ولسوالی‌های ینگ قلعه و درقد به دست طالبان افتادند. در اوضاعی که پیش از این ولسوالی‌های چاهاب و خواجه‌خوار نیز درگیر جنگ‌ها بودند. نیروهای امنیتی ما به خاطر از اینکه تانسته باشند از تلفات ملکی جلوگیری کرده باشند، اجالتاً از ولسوالی عقب‌نشینی کردند.
همزمان با این از دست یافتن طالبان به بخش‌های زیادی از ولسوالی اناردره ولایت فرا نیز خبر می‌رسد. در روزهای پیش طالبان به مرکز این ولایت نیز حمله کردند، اما این حمله پس از ساعت‌ها نبرد از سوی نیروهای دولتی پس زده شد. شما می‌بینیم این یک جاده عمومی است در ولایت فرا که هیچ کسی جنیس که رفت آمد کنه. بنابراین مردم فرا کلی مهاجر شدند و ولایت‌های همجوار رفتند. پیشتر از دست به دست شدن ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان، در همسایگی کندز و تخار میان نیروهای دولتی و طالبان نیز گزارش‌های پخش شدند. ولایتی که در این دو هفته جنگ‌ها در مرکز آن و نیز در ولسوالی بغلان مرکزی بیشتر خانواده‌ها را از خانه‌هایشان آواره ساختند. اینا یک سعی دارند که آخرین زورای خود با استفاده از کشتار مردم، با استفاده از مسدود کردن راه‌ها بیازمایند. در این میان در ولایت بدخشان نیروهای دولتی توانستند در چند روز اخیر ولسوالی‌های وردوج و یمگان را از طالبان پس بگیرند. در کنار آزادسازی یمگان و وردوج فعلا ده‌ها قریه و روستای دیگر در سایر ولسوالی‌های ولایت بدخشان پاکسازی شده. پیش از این مقام‌های داخلی و خارجی امسال را برای جنگ و سال در افغانستان سرنوشت ساز گفتند. دوستان عزیز، خبر تازه است. امروز جان بولتن، البته مشاور امنیتی ایالات متحده امریکا، توسط آقای دونالد ترامپ سبک دوش گردیده، بنابر بعضی مسائل مخفی استخباراتی را لیک کرده و روش ساخته و آدم برطرف ساخته و خواستار استعفا از او گردیده. چیزای جدید می در میان شنیده میشه در درون خود کابینه ترامپ، البته جنجالای هم موجود هست و از این طرف انتخاباتی از اینا در پیش است، حالت عجیب و غریبی است. به هر حال خبر بعدی، دوستان عزیز، یک گرده همایی توسط حزب جمعیت و مو اراکین یا اعضای حزب جمعیت در منزل اسماعیل خان والی سابق هرات صورت گرفته. در اونجا آقای قانونی، آقای عطای نور و بقیه حضور رسانده بود و صحبتهای داشتن. جالب بود برای ما و تا جایی که ما میدانم، البته طالبا مصاحباتی که ما با ایشان داشتیم، اونا هر باری که پرسیده شد که با احزاب سیاسی افغانستان چطور معامله خواد کردین، اونا گفتن که ما با اونا مشکل نداریم و تا تفاهم هم کردیم. که البته این مسئله در ماسکو وقتی گرده همایی میان طالبان و افغانان صورت گرفت، ما حقیق هم اونجا بودن و قانونی هم و عطای نور، اینا هم یه افراد و اشخاص برجسته جمعیتی ها، هم با هم نشستن و صحبت کردن و غذا صرف شد و تعهدات با هم امضا کردن، دستخط کردن. اینه تو یک توجیه موجود بود که از طرف طالب هم در مصاحبات ما میشنیدم و خود امی اوزا نشان میدادن که طالبا با سران جنگی و احزاب میخواه کنار بیا و اغماز کنه، گذشته ها را فراموش بداره، مگر حکومتی دست نشانده را نمیخواستن بپذیرن و او را تا آخرین رمق هم که وقتی ترامپ میخواست آقای اشرف غنی را با طالب در کمپ دیوید با هم یک جا بسازن و قرارداد دستخط شود، در حضورشان نپذیرفتن. امتو مستقر و مضبوط بالای مو آنچه اینا فکر میکنن درست است استادگی دارن. به هر حال دوستان عزیز، در این گرده همایی جمعیتی ها بعضی چیزها را در رابطه با انتخابات که تقلب است صورت گرفته نمیتانه شفاف خوب بگذارین. با این منوال بعضی صحبتهای آقای چیر مشنوین، آقای قانونی، آقای عطای نور دیگران صحبت کردن، جالب بود. توجه دارید؟ سران حزب جمعیت اسلامی اینجا در خانه محمد اسماعیل خان در شهر هرات گرد آمدند تا موقفشان را در برابر روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنند. شما رأی میدین برای هیچ تا زمانی که شفافیت مطمئن نشوید، تا زمانی که مطمئن نشوید، این انگشت ارغوانی شما
سرنوشت ملتتان و سرنوشت شما را تعیین میکنند با پای صندوق رای نروید. نه انتخابات خود شش میزان من هست یک فرصت بگیرین. یعنی به این بار است که انتخابات شوه نشوه شش میزان باید این رهبرها تغییر کنند، این سیستم تغییر کنند، این استبداد باید خلاص شوه، این فساد باید از بین بره. برخی از اعضای رهبری جمعیت اسلامی توقف گفتگوهای صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان را نگران کننده میخوانند. با تأسف از شکست پروسه مصالحه و مذاکرات میان طالبان و ایالات متحده آمریکا جدا نگران هستیم. ما آرزو داشتیم پروسه مصالحه‌ای که از جای آغاز شد در روشنایی، در مشورت و مشارکت ملت و دولت افغانستان به جای می انجامید که آرزوی مردم افغانستان بود. ملت افغانستان و حکومت افغانستان هیچ آگاهی از اصل پیشرفت پروسی سال معلومات ندارن، چه رقم میتونه که مردم افغانستان مطمئن به این پروسه باشه؟ سران حزب جمعیت اسلامی خواهان از سرگیری گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان هستند، اما تاکید دارند که این بار باید به مردم و حکومت افغانستان نیز در این گفتگوها سهم واقعی داده شود. با عقیده ما دوستان عزیز، قرارداد اگر عمل می شد خب واقعا یک حکومت عبوری باید به وجود می آمد. شما قدر توجه بدارین، انتخابات از یک سوی که پایه‌های دموکراسی است او به ناکامی انجامیده. اول امکانات انتخابات موجود نیست، بعد از او ای که شفاف باشه شفاف شده نمیتونه، چون وقتی یک ظرف نباشه در او شما آب نتانین بریزین، دیگه چطور میتونین که آب زلال در یک چیزی که موجود نیست بریزین؟ بنان انتخابات هم همه تو فکر کنین، اول کمیسیون واجد شرایط شما ندارین که از او طریق بررسی شوه. دیگه انتخابات در افغانستان یک کشور جنگ است، زدن و کندن است، علاوه از او عدم امنیت و سیکیوریتی، مردم دل خوش نمی کنند چون افراد و اشخاص برشان چیز نکرده جز در 5 سال به مخموران علاوه گردیده، بیکاران علاوه شده، لبنان مردم گرفته شده، یک حکومت ناکام بود. بنان او طرف هم مردم مایوس هستند. دیگه وقتی در دو جانب، هم در بخش امنیت حکومت ناکام بوده و هم در حکومت داری ناکام بوده، برای مردم چیز را عرضه نکده، دیگه چرا برای همی چهره ها برای یک آدم رای بسپاره؟ یعنی امکانات از هر جهتی میبینین در بله دموکراسی خوب است، رای آزاد هم قدر باید شود، هر یکی باید با آرای خود شخص معین و مورد نظر دلخواه خود به حیث رهبر خود انتخاب کنه، این اصل دموکراسی هم است و اسلامی هم است. مگر اگر همون شرایط برای از اونا موجود نباشه، خصوصا یعنی 10-15 روز بعد باید انتخابات آغاز شود، قراری که گفته آمده و آقای اشرف غنی هم بالای از او پافشاری داره، کدام انتخابات در کجا و با کدام طوری؟ حتی اینا مو مواد انتخابات و بکسا و قوطی ها را به مراکز جاهایی که حداقل در زیر سلطه از اینا قرار داره در اونجا نقل ندادن. امی وسایل الکترونیکی را که اینا بیشتر با لای از او پافشاری داره که نشان انگشت گرفته میشه و چشم یک نفر در اونجا دیده میشه و موی از خمیر جدا میکنه، امو تا حال به اونجا نرسیده. حتی او کسایی که استعمال میکنه این باکس های الکترونیکی را که در اونجا هویت یک رای دهنده را نشان میده، او را او مردم هیچ نمیدانه که چطور برای بیاندازه آپریت کنه، کار بگیره. دیگه وقتی همه چیز ناقص باشه، دیگه آرای مردم اگر هم برن و رای هم بته شمرده نمیشه. بازگیرم در نهایت همه طور باشه، در اونجا خوب باز همه چیز به دست خود همین مردم است. یک کوتی را خالی میکنه و یکی دیگر را پر میکنه، مسئله تقلب است رای مردم شون. بنابراین در او بخش هم یعنی دل آدم خوش نکنه که یک رئیس جمهوری ناکام دوباره روی کار بیا و 5 سال دیگه هم دوام بده. هر کدام از این چهره ها را اگر شما ببینین امتحانات خود دادن و از طرف
جوش طالب دیگم مو چی میگه خانی زنبور تور دادن کبود میسازه. متاسفانه متاسفانه در اینجا جنگ از یک حالت علیه قوای بیگانه در برابر افغان بیچاره قرار گرفته. طالب افغان در برابر عسکر بیچاره یا افغان که در برابر یک چند دلار برای دامی روزی خود با اینا همکاری میکنه و میدوه و قرار گرفته. و اشرف غنی هم که والا اردوی بسیار قوی داریم و توانمند و آفرین و میر از مین و دیگه و پلنگ استین و شیر استین و یک چند نفر جنرال دوزم اونجا میشانه و هم چک چک میکنن. اصلا سینی از او بچه غریب شکاف میشه. او جنرال ها خونشستن وزارت دفاع برای دزدی و غارت پولهایی که از بیرون میه. این میشد که به یک نحوی قرارداد امضا میشد. حکومت فاسد از بین میرفت. امی طالب با امی احزاب کنار میتانستن بین چون چندین ملاقات اینا داشتن. و امی گرده همایی جمعیتی ها در منزل اسماعیل خان در هرات هم امی شعارای از اینا جالب بود به نظر من. هم از انتخابات سرتکانی داشتن که واقعیت هم میگن. و هم آقای قانونی تشویش کرد که باید قرارداد امضا میشد. طبعاً اینا با اونا البته با یک تبانی و تفاهم رسیده بودن. حالا یک خلا آمده، یک حکومت دیگه که اینا را کنار میزنن. شاید امین مردم امین گرگای چی میگم و لاشخور اونا دوباره روی کار بیان. پنج سال باز افغانستان زیر امی بام و راکت اجنبی ها و یک حکومت ناکام. حالت مردم افغانستان رو شما ببین. در اینجا شما هر کسی که یعنی راه صلح راه تفاهم به جنگ تشویق میداره و بسیار خرسندی میکنه یا برای خود بسیار بهره یعنی میخواه بهره ببره معاش داره یا قدرت شریک است و یا ایست که بسیار نادان هستن نمیدانن که خوب و بد چی است. باید در افغانستان یک صلح برقرار شو. طالب اسلحه خود به زمین بگذاره. حکومت تازه و جدید روی کار بیاید. در غیر از او همین دست شکسته و عمل گردن و مردم افغانستان در اینجا اعزام جنگ هستند. برحال. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سنگه خیلی جور بسید. اول گرده به احساس مننه و که تلاوی مفت مشاورت دیتور خیلی. دوام از نوستاد سیاد. او دو عمر په باره کښې خدای دې برکتونه باندې کښېږدي دعا به کوو. ستا کارونه لا والا ډېر دي دا مخکې درته روان دي. ستا د نن څخه دا کراران مداسه وای نو تا به په تاریخ شروع کړی وای. یو عالمانۍ تاریخ به دې نوشته کړی وای انشاءالله. دغه دغه طالبانو شل کاله پخوا هم هغه سیریانې موږ اورېدلې د اوسه څخه واقعا د دوی خبرې برلاسې دي لوړې دي او دا څو روښه انګرېزي هم زده انشاءالله. دغه جامع کتاب په جهاد کښې تللې کې هغه ستولونکی هغه دې داود تېر هم ملګری دی. خیر ستا په ذهن کښې پر تا څوک انشاءالله نه شي خوړی ډېر جامع دغه به هغې نوشته شي. دوام دا دی چې دا چې راغلي دا قانوني و دا عبدالله و دا دغه ولي پاسپورټ فروش دا غله وګوره دا ګر کوالان دي تا د خبرو نه دې ده شینې مې راځي خپلې موقع ته بوري نو دغه وګوره غوږ یې پرې کړي تر اوسه محکمې نه دي عزیز سید مومن هغه عطا نور دا درکښې څه برادي اسماعیل دي وګوره دا قصیف د بل په کور کښې د مختارزاده کښې د زابلي صاحب کور یې غصب کړی دی دا قصیف په دغه غصب کور کښې لمونځ هم کوي سیاح په کشاب دي ګوند دا ستا څه په شو کوزه وکړه خو بیا د کور ودان ستا یو کار پیدا چې دا درې ورځې یا د بېرته درې ورځې شو موږ د بدلارۍ څه را وګرځولو دا ستا برنامې به اورو عمر ډېر اول دا مکۍ ډېره ببي ښځه ده ډېره جنګي ښځه ده ببۍ ببي دغه جانیار دا په جرمني کښې ده ستا برنامه ته ډېره مخلصه ده او څلېر ساعته یې ګرد عمر یې اوري کور دې ودان عمر دې ډېر څه زنده باد پیام یې افغان ډېره مننه. خو ما از مکۍ جان خواهش میکنم که صدای خوده بکشه و یک نوشته در یک فیسبوک یک چند نفر محدود شاید ببینه در اینجا همه میشنوه از اظهارات شما مردم بهرمند شون. از اون طرف از حق زن دفاع میکنین و از صدای زن که ما میخواییم منعکس بسازیم خفک است. جز کدام زن یا خانم یا افغان تلفن میزنن دیگه کلگی خاموش هستن. صدایتان واقعی بکشین نظرتان بیان بدارین. وقتی برای شما حق قائل میشیم از حقتان استفاده نمیکنیم.
بین در برابر امی مسائل افغانستان تحلیل کنین. شما گویا یعنی ناقص الحق نمیفهم کدام طالب گفته بود کلگی بجانی از او افتاده. آیا ناقص الحق واقعا هستین نیستین؟ رزی که زنهای بشر با تدبیر در اجتماع افغان ها ما داریم که از اونا ما میاموزم، از تحریرشان، از کرکترشان، از نجابت و شرافتی از اونا. مادر معلم اولاد خود است، معلم اولی و که کرکتر در اولاد خود میدمه امون خانم است. یعنی اگر شما یک شخص با کرکتر یا مرد یا زن میبینین از مادر خود آموخته. دیگه بنان شما معلمین هستین، لطفاً تلفن بزنین، صحبت بدارین. تا کی خاموش، تا کی با یک قلم، با یک جمله؟ این بسیار برای ما چی است؟ تأثیر است. بله، سلام علیکم. بله؟ بله، سلام علیکم آقای خطاب. و علیکم سلام. خوب هستین شما؟ فامیل همه خوب هستن؟ شکر، الحمدلله میربانی میکنه. ما در باره همه خوگری دانالد ترامپ میخواستم از چند کلمه بگویم که اگر اینا بخواین یا نخواین، طالبا 1000% بخیر پیرو شدنی، چی به زور قلم باشه، چی به زور تفنگ باشه. مگه به زور تفنگ باشه، در این خیر نه و غلام بچه هست و نه خیر امریکا و نه خیر متحدی. و دیگه ای که همی جنرال امریکایی که امروز میگه که ما اجازه نمیدیم که طالبا پیرو شود، تو کی هستی که اجازه بدی یا ندی؟ ایر خداوند در قرآن مجید وعده کرده پیرو شده 1400 سال قبل برای مجاهدین. ایر ما مسلمان ها در این عقیده داریم، اگه مسلمان هستیم، اگه نه که دیگه مسلمانی ما مثل از غلام بچه ها گفته مومن شد دیگه چی شده دیگه او علایده گفت. و دیگه ای که آقای خطاب، من که فکر میکنم همی کانسل کردن از این مذاکرات که چیزا دونالد ترامپ، من فکر میکنم بینه از اول بدان بسته. این تو نیسته که هم دفتان این تصمیم گرفته باشه. بخاطر چی آقای خطاب و من تصریح خودتان به این باره میخواییم که همی موقف نهایی طالبا را اینا معلوم کنن که موقفشان چی هست. اینا آیا در این 18 سال که ما اینا را بمبارد کردیم و قتل عام مردم افغانستان کردیم، اینا از موقف خود عقب نشینی میکنن یا نه؟ دیگه اینا با مو خاطر این کار کرده بود که برای پیمانانش نشان بده، خصوصا بر اروپایی ها که چیز اینا دیگه حکومت اسلامی نه اروپا را باید نشان بده که شما در قدم اول در خطر هستید. و دیگه ای که اگر فکرتان باشه که رئیس جمهور پاکستان و هندوستان هم خواسته بود پیش خود و برای اونا هم گفته بود و یه پاکستانی ها را که حکومت نیمکره اسلامی که دارین طالبا به ایران از بین میبره و هندوستان به کشمیرتان در خطر هست، این چیزا را و همچنان غلام های افغانستان که در این دماغ کلگیش دور از رویتان شکمراه شده بود، اینا والا پایکوبی دارن، اینا را نشان بده که اگر یک امضا کدوم در سرتان طالبا میه، بخاطر از این که اینا زیر دل غلامی را اینا بکنن، چند سال دیگه هم جنگ دوام کنن. من همیتون نظر من همیتون والا احتمالش همی خواد بود، اگر نی خوب چوتنداز بالای تو یک تصمیم مهمه که ده ما خلیلزاد دواندن و قطر بود و دیگه و دیگه بود، شب در میان یادم قمچین میکنه و سب که ولاغ بانم مادر بم انداختن کدام فایده نکرد، طالب عقب نشینی نکرد. 100 و چند هزار عسکری امریکایی در افغانستان بود، طالب دیگه هم بیشتر میشد تعدادشان و جنگ گه طالب پایان نداره. تا جایی که ما فکر میکنم جنگ عقیده در برابر یک اشغال است، استکبار است، ظلم است. ولی افغانستان آمده، هر کسی تسلیم میشه و دیگه یک بردست غلام است، یا برای یک پول است، یا دارایی است، یک سمپتی، یک ترحم با یک جناح داره که او را اغماز میداره. چطور میشه که در یک محفل بسیار خجسته مجاهد کبیر تاریخ بشر حضرت امام حسین رضی الله عنه در برابر یزیدیان
استکبار استاده، در اونجا یک غلام، یک برده، یک نوکر زنجیری میره در دو محفل مختلف عبدالله و اشرف غنی عین و غین استاد میشن، گپ میزنن، از او شخصیت بزرگ یادآوری میکنن و او را تقدیر میداره و خودشان غلامی میکنن، خودشان بردگی میکنن. من نمیدانم یکقدر فجیح میشه می سیاستی را که امروز در افغانستان برای افتاده. یک افغان ما که القی پاکستان و دیگه و دیگه، و یک طرف پاکستان است، یک طرف مجاهد است، یک طرف مجاهد بود، یک طرف پاکستان بود. 14 سال مجاهدین از پاکستان آمدن ضد ارتش سرخ جنگیدن، و هم غلام بودن دیگه، برده بودن. و در اون وقتی که جنگ علیه انگلیس ها بود، پاکستانی موجود نبود، در داخل افغانستان جهاد میکردن. یک محل خود شما باید یک سنگر باید نگه بدارین، بودباش داشته باشین، سهولت ها داشته باشین. در اسلام یا جهاد است یا مهاجرت است، و یکی که از دل نفرت کنین در برابر بدی ها و بیعدالتی ها. و واضح کتاب الله نزد شما موجود است. اگر او کتاب هم نمی پذیرین، آزادم نیستین، مسلمان هم نیستین و کافر خوب هم نیستین، دیگه من نمی فهم شما چی هستین. آفتابی می دانین که کشور اشغال شده توسط 49 کشور، مقدراتش اونا تعیین می داره، اردو را تجهیز می داره، لوجستیکش می تا خودشان اعلان می داره. دیگه اگه ایر اشغال نمی دانین، ایر سلطه نمی دانین و ایر بدبختی برتان نمی دانین و ذلت نمی دانین، و بهانه ای که علی پاکستان و طالب، پاکستان هم فهمانده امریکا که این قپول سالانه برات میتم، اما قصور و ملامتی را به شانه خود وردار که از طرف ما بیغم شویم از دست یک چند نفری که علی پاکستان و علی پاکستان. او را هم باز کسایی حرفا را میزنن که خودشان در پاکستان بودن، در اونجا هم مهاجر بودن، هم زیر سلطه خمچه جنرالای پاکستان بودن، مرده هایشان هم اونجا دفن شده، 14 سال در کوتوالی های پاکستان نان و او خوردن. در آغاز هم اونجا صد حزب میگه ظهور کرده بود، باز پاکستانی ها را امریکا گفت که افتای از اینا را نگاه کنین، دیگه هایشان هم مسدود بسازین، اما دفاتر دیگه را بستن، این می چند افت چهره را نگه داشتن. آلی اونما علا که پنچا پیس و که علا که ما قهر ما بایمیم یه که ای کاش یک کسی که مزدوری پاکستان نکده، اگه او بگو، یا میگم یک توجیه داره، آفرین، چشمت، بگو هر چیزی که میگی. مگر یک نفری که دیروز مزدوری پاکستان بوده، امروز پاکستان دو میزنه که چرا طالب مزدوری از اوناست، یا پاکستان مقصر است در مقدرات ما بالای، در حالی که پاکستانی که یک سلطه متصوره را بالای شما خواد داشت، او را بسیار قهر استین. مگر امروزی که افغانستان تان تباه میشه، زیر یک سلطه قرار داره و چه 18-19 سال تباه ساختی تانه، فرهنگ تانه، افکار تانه، همه چیز تانه به هم زده، یکی استاد نمیشن. عجیب دنیایی هست. علا طالبیست، طالب هم خدا ورداره و همین خاینین خدا اول ورداره. هیچ ما همین رای میانه را گم کردیم، هیچ کس نمیخواه که صدای خدا بکشه. اگر ضد امریکا شعار بیتی میگی طالبیست، و اگر ضد همین خیانت های همین حکومت، تقلب، بدبختی ها، دروغ ها صدایتان بکشین، میگی طرفداری، جانبداری از طالب میکن. ما روند مسائل برتان تشریح میکنیم، جانبداری از هیچ کس ما در اینجا نداریم، با هیچ کس ترحمی خاص من ندارم و کسایی که میشناسم ندارن. بله، سلام علیکم. سلام علیکم جناب خطاب. و علیکم سلام. صحت و سلامتی تانه میخواهیم جناب خطاب صاحب. من میخواستم در قسمت همین فیصله خود ترامپ بگویم که بسیار فیصله خوب کرده، کمی که طالبان گفته که ما امرایتان دیگه گپ نمیزنیم راجی به صلح. چرا؟ از نقطه نظر منطق، از نقطه نظر دینی، از نقطه نظر اسلامی امکان نداره که از یک تر بگیره مردم را بکشه و باز بگه که ما امرای صلح میکنیم. همین اعمالی که میکنن، همین اعمال وحشت و همین تروریستی که طالبا در روزهای آخر جاده وقتهای همیشه کردن، در این وقتهای آخر کردن، این خود نه به انسانیت، نه به اخلاق، نه به دین اسلام برابر است. از این خود یک واقعت است و این واقعت باید باز مردم هایی که در موجه هستن باید قبول کنن، با وجودی که مثلا خوش باز مردم نمه. بله، اما این
اینه به قمه قبرتان گفتم که من از این مسئله بسیار خوش هستم. خب خوش باش دیگه، هم خوشحالی که وطن که در خانید سازی وطن هم بان رقص کده برو تمام روز دول زده برو، خوشحالی که اونجا مردمت کشته میشه، چی طالب میکشه و چی همی خود ترامپ امروز اگه گوش داشتی عقل داشتی ما دمی چهار روز زیادترین بم انداختیم، زیادترین حمله را کردیم. ای کی هست در اونجا برو در افغانستان ای رو خمتباتی افغانستان منعکس نمی سازه، او را گفتن که نگوینی چیزا همه امروز همه کسی را که برش رقص میکنی و خوشحالی میکنی همه همی گپ بزد. باز طالبا خوی حمله اولی از اونا نیست، به هزارها حمله کرده در 18 سال اینا خبر نبودن، حال خبر شد. عجب مغز داری آقا جان، ما تعجب بمی فراست خودت میکن. ای خو حمله اول یگانه حمله، اولین حمله حمله طالبان نیست و اولین بمباری ایالات متحده امریکا بالای قریه و قصبات افغانستان نیست. در اینجا در ای طول 18 سال میگه روزی 300 نفر جان میبازه در افغانستان، ای رو ضرب کن و بیادر ماشین تا بکش، بلک ها نفر کشته شده قند، او رو خودتنا آدم تلف شده، کشته شده، زیر خاک شده. ای کسایی که سر زمین افغانستان را میره، ای گشنه و تشنه و بدبخت افغانستان، خود زادی اشغال از قند بینه. ما بسیار خوش هستم که آدم همی کار کرد و چی کار هست؟ سگوار میکشیشانه، همه تو که روسا را کشید، انگلیسا را، چنگیز را، تیمور را، دیگر آخرین مردم افغانستان میبره میدان. بله باز در وقت انگلیسا مزدور داشت انگلیسا، در وقت روسا همی پرچمی ها و خلقاقی ها و جنتای از اینا بسیار فراوان بود، بله از وقت کار میکرد. حالا همی حکومت اشرف غنی و حامد کرزی و دیگر و دیگر کم از ببرک و ترکی و فیزولا و نجیب و اینا نیست. روسای جنتای خود داشتن اتحاد شوروی، حالا امریکای جنتای خود داره، استکبار در هر کشوری که برای جنتای خود میگمار. باز در برابر از اون جایدین دارین، در برابر از اون شما کسایی دارین که واقعیت افغانستان برای ارزشای والای افغانستان، دین، انسانیت بسیار ارج میگذارن، او رو هم دارین. و شما برای یک نفر که آمده وطن اشغال کرده، بربادتان کرده، شب و روز میکوبیتان، رقص و پای کوبی میکنی، بدا با حالت. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام، بفرم خطاب صاحب. راجع به می قسم کمی آقای ترامپ و دیگر میخواستم صحبت کنم. می آقای ترامپ کمی مسائل که فعلا کنسل کرده و فعلا تمام توافق نامه طالبا و ترامپ در دست ترامپ هم هست و در دست طالبا هم هست و این نباید میشد، چون شد این اشتباه بزرگ ترامپ مرتکب شد. اما ایره الله سبحانه و تعالی قسم همی شاید کرده باشه که خیر طالبا و خیر ملت افغانستان است. اول که نه طالبان با اشرف غنی نشست نکردن یک کار خیر، دومی که خود آقای ترامپ هم روز امیدین شب هم قسم که خبرهای امریکا سینن و دیگر مطبوعات امریکا فعلا خبر میدهند که با تیم امنیت ملی جان بولتن بسیار گفتگو کرده و حتی جنگ کرده بوده، گفته که دیگر نمیخوایم روی طبیب اینم آقای ترامپ گفته سر مسئله افغانستان و او را هم فایر کدک برطرف کدک. آل فعلا و یک نفر خواد آمد و دیگه ای که خود آقای ترامپ دین روز هم گفت که من که طالبا اگر گپم نزنم هم از افغانستان خارج می شوم. آل آقای ترامپ و امریکا این خاطرشان جمع شد که دیگه طالبا بر امریکا تهدید نیست و از امریکا می خواند افغانستان کاملا خارج شوه و آقای ترامپ فعلا هم مغزش صحیح کار نمیکنه به خاطر که میخواد یک رای را زودتر پیدا کنه که از افغانستان برایه. اما شاید این قسم توطئه باشه که شاید با طالبان این قسم دسیسه باشه که دولت اشرف غنی یک پرابلم برای آقای ترامپ بود. وقتی که خلیلزاد رفت کتی اشرف غنی گپ زد جور آمد که نتونستن دوباره آمد وضعشان خراب بود. از اون خاطر مایک پنس هم با آقای ترامپ گفته باشه که جان بولتن و چند نفر دیگه کسی را باید از سر را پس کنه، مثل که وزیر دفاع جان بولتن برطرف ساختم. یعنی خبرها کی بود؟ امروز خبر تازه است، یک ساعت قبل برآمده. حتی او بر یک پرس کانفرانس میخواست بیای صحبت کنه و را نمانده، گفته ای برطرف است، مستعفی است. امو را خوب شد که گم کردم چهره کثیفی از امو را. خود ترامپ هم عادت اشتوکار داره،
که بالای سفره نان یک دفعه قار میکنه میره یک طرف میشینه باز پس میره لقمه میزن و معلوم نیست. خب او را هر چیزی هست پالیسی ایالات متحده امریکاست. ما مردم برای نگهبانی وطن خود برای اصالت های خود باید بیندیشیم. ما خب برادر در دوران جهاد زده ارتش سرخ همی پالیسی را داشتم که استقلال یاداش و اونجا تخم طالب هم نبود. همی حرکت طالب یا امارت طالب مالب نبود. حالا ما استقلال میخوایم. سبا اگه طالب هیچ نباشه و محو شه و گم شه بازم افغانستان باید استقلال داشته باشه. این ارزش هایتان از درسی جهانی داره توی اگالت مطلق زیر دست 49 کشور برده غلام نان و عویتان میته. امروز قوای هوایی افغانستان فلج است. هر کشور میتونه شما رو بعد 24 ساعت یکی تسلیم کنه می حکومت. فرض کنین امریکا برای ما قوای هوایی نداره، صرف قوای زمینی داریم. او را قصدن همه تو ساخته که محتاج باشن به قوای ناتو و در زمین هر بدی که میکنین برین کنین. یک صحبی دیگه کشور شده و شما به مو خرسند و خوشحال هستین. ما میخوایم در مطبعات یک بیلانس به وجود بیه. متاسفانه می رسانه های بیرونی افغانستان هم همین ما به میپیچیم که طالب آدم کشو که زن ستیز و که چطور و چنان همین حرفا رو بیان میده. نمیدانم که مغز اموی خانومی که می نشینه خودش برهنه مخمور تا صبح شراب خورده چشمایش پندیده است جلوی کمره استاد میشه چیزایی میگه که باید کل امو زنای افغانستان چونو خانم باشه امو تو فکر کنه بازو درست است که در اگر روسپی خانه طالب باید حکومت نکنه. مگر اگر برای عام مردم افغانستان و کلچر افغانستان میخواین یک حاکمیت داشته باشین او را توجه کنین، او را عزیز بدارین، او را داشته باشین، امی حکومت سرنگون بسازین، از بین ببرین یک حکومت اسلامی درستم طالب هم نمانین که جبران یک حکومت بالای شما حاکم بسازه. ما به کلی اما عقاید ما چسبیده یا با امی حکومت با امی سلطه باید احترام کنیم و یا طالب را بپذیریم و درست نیست. آنچه حق هست، حقیقت هست، یعنی رای مردم متجلی شود با شکل قانونی و درست تو را برش مجادله کنین. نخواهین که یک حکومت طالبی مطلق خشک با زور بیای بالای شما. او را مام نمیخواهیم. ما به امرای تانستم در یک سنگر. حق زن تلف شود ما اولین کسی که استاد میشه زد اما حکومت چی طالبی یا غیر طالبی ما میستم. مگر حال خود حق زن به کلی تلف است. یعنی نیمه یک تقریبا 3 میلیون زن در مواد مخدر معتاد است. زنها خود در میته، زنها به روسپیخانه ها کشانیده میشه از گرسنگی، اولادش گرسنه است، شوهرش کار نداره. یک حالت بسیار مختنق بالای زن همیال موجود است. جز هم یک چند تا زن که در سیاست میرقصن و در ارگ رفتن از دورهای دور از امریکا دیگه و دیگه تحت عنوان حق زن چون سرایا سیما سمروار یک خانم یا دیگرهای از اینا اینمی از حق زن میخواین دفاع کنن و نمایندگی از زن شریف افغانستان بدار. در امونجاست شما افغانستان یک درک کنین، تاریخش، تاریخچی از اون، مردم از اون را از لحاظ ترکیب اجتماعی، عقاید، فرهنگ باز بعد از اون یک حکومت برای اون مردم خواستار باشین. شما گفتی یکی از افغانای ما تقریبا یک 40 سال قبل یک افغان ما خانم امریکایی خود ایلا داده بود باز میخواست که ازدواج افغانی کنه و مسلمان باشه او خانم. باز هر جایی که میرفت میگفتی بسیار مسلمان است و بسیار غربی است، هیچ شما تو به دلش جا نمیگرفت خانم های افغان که به حیث مهاجر میامدن به افغانستان. باز یک دوست ما بودن و بسیار آدم ظریف بود، مزاقی بود در حقیقت. او گفتی فلانی دکتر صاحب میگه تو خانم میخواه که روزه در ماه رمضان در دهنش باشه و برهنه در استخ بگویم یا حوض یا اوبازی جلوی مردم خدا لچ کنه و اوبازی کنه در یک حالی که روزم در دهنی از او باشه. دیگه تو یک حالت خوب بسیار مشکل است که دین اسلام با بسیار یک اجتماع سنتی عقیدتی یک حکومت امان الله خان نتانست اما حکومتی از او را یکی لوف کردن و رفت و به فرار مجبور ساخت. یک مثال خوب در تاریخ برای شما شده میتونه. این دهری های پرچم و خلق که میخواستن افغانستان
کافر بسازه، دیدین 2 میلیون آدم خدا قربان ساخت و بدبختی ها دویا دویا. یعنی امید از تاریخ باید ما بیاموزیم، برای کشور چیزی بخوایم که مردم با او عادت دارن، او را میخوان آرام میشن. به هر حال دوستان عزیز، میریم سراغ اعلانات. لینای ما مشغول است، نگه دارین، برمیگردیم خدمت شما انشاءالله خواهیم بود. درس‌های اسلام و زندگی در قالب 56 عدد سی دی از پروفسور عبدالستار سیرت، عالم و دانشمند جهان اسلام. آیا می دانید نظر دقیق اسلام درباره احکام مختلف زندگی چیست؟ آیا می دانید اسلام راجع به اقتصاد، حق زن، آخرت، روزه، حج، خنده، گریه، موسیقی و بقیه مسائل زندگی چه می گوید؟ ارکان اسلام، محتویات و ثبوت قرآن کریم، اعجاز لفظی و علمی قرآن شریف، نظام سیاسی اسلام و سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قالب 56 عدد سی دی از پروفسور عبدالستار سیرت، عالم و دانشمند جهان اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر ولا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. هموطنان عزیز، برنامه های تلویزیون پیام افغان با تغییر فریکونسی روی هات برد از این به بعد روی فریکونسی 11317 ورتیکال سمبول ریت 27500 3/4 پخش می گردد. لطفاً فریکونسی جدید را یادداشت نموده و ساتلایت های خود را به این فریکونسی عیار دارید. خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قلب ساوت هال شهر لندن است، با سابقه ساله از شما پذیرایی میکنند. بر علاوه محافل عروسی، شما میتوانید هر رقم محفل خوشی فش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید. و عنقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون نیز خواهید بود. آدرس سالون عروسی کابل، ساوتال شهر لندن. نمبر تلفن 0285 74 30 18 و 0 5 35 25 27 96. اگر می خواهید سفر مطمئن را با خدمات، سرویس عالی و استانداردهای بین المللی در تمام کشورهای دنیا داشته باشید، اگر می خواهید سفر حج فرضی و عمره را با تضمین و قیمت مناسب دریافت کنید، اکرم تریول ایجنسی، یک نام آشنا در عرصه خدمات ترانسپورت هوایی و اخذ ویزا و تجارب 20 ساله کاری در خدمت شما. بفرمایید ننگام جان، سفر خوش باشه، با آرزو دارم. تشکر از شما. من تمام سفرهای خود به هر کشور جهان با اکرم تراول تنظیم میکنم. سفر خوش، راحت و مطمئن. هامبورگ، شتایندم 97، برلین شترومشتراسه 22، اسن فیگوفر پلاتس نمبر 10. لیفر سرویس غذای شعیب رسولی، انواع و اقسام غذای متنوع افغانی را با قیمت‌های کاملا مناسب برای محافل خرد و بزرگ شما به اسرع وقت در تمام ایالات آلمان سرویس می‌دهد.
قیمت غذا برای یک فرد 4.90 ایرو. فرمایشات اضافی شما نیز پذیرفته می شود. همچنان شریخ مزاری افغانی در سراسر آلمان سرویس می شود. لطفاً برای معلومات بیشتر به شماره تلفن 2049-176-2279-36-88 در تماس شوید. الکریم گی ها با ارائه بهترین و خوشمزه‌ترین مواد غذایی در خدمت هموطنان عزیز می باشد. شما می توانید از این شرکت بهترین اجناس مواد غذایی را با کیفیت بالا به طور عمده و پرچون به قیمت مناسب خریداری نمایید. خوشمزه ترین برنج های سیله و بسمتی، اندی و پاکستانی الکریم، امران، القصر الکریم، رست، حلب، الشعبه، میوه خشک افغانی، برای رفع خستگی خود بهترین چای الکریم و عمران را بنوشید تا آرامش را کاملا احساس نمایید. برای زیبایی منزل شما بهترین قالین های ایرانی را با کیفیت بالا با رنگ های دلنشین در خدمت شما قرار میدیم و دیگر لوازم خانه و آشپزخانه را می توانید از نزد ما دریافت نمایید. بیل اشتغاسه 140. برای آگاهی بیشتر و شماره های زنگ به تماس شوید. لیلام بهاری، فروشگاه های کانفور در الستنبیگ، قوز انگول در آمبور بلشته تا اخیر ماه جولای. اتاق خواب توکرا 2499 ایرو با توشک فیرا رایگان. اتاق خواب غوز بیاز 1899 ایرو با توشک فیرا رایگان. مبل کامل اتاق نان توکرا 1799 ایرو. سیت مکمل اتاق خواب الگان 1999 ایرو با توشک فیرا. سیت مکمل اتاق خواب انگیلو 2450 ایرو با توشک خواب فیرا رایگان. سیت مکمل اتاق نان الگان 1699 ایرو. تخت خواب گولدن بوکس اشپرینگ با توشک لیدی 999 ایرو. سه عدد کاوچ های پرنسس 1690 ایرو. سه عدد کاوچ های بارباروس 1550 ایرو. سه عدد کاوچ های سنتیز 1380 ایرو. سه عدد کاوچ های سرای 1630 ایرو. سه عدد کاوچ های هوریم 1870 ایرو با رنگ ها و تکه های مختلف بدون چارچه اضافی. ترانسپورت رایگان تا 50 کیلومتر و ترمیم رایگان. فروشگاه های کانفور در الستنبیگ، غوز انگول در آمبورگ بلشتی. گران دوستان و سلامونه و احترامونه ستاسو په خدمت کې یو د افغان پیام تلویزیونی خبرونه په ټوله نړۍ کې خپریږي. د سپینو برخو پروګرام دی. ستاسو نظریات غواړو، تاسو عقاید بیان کړئ، افاقي وغږیږئ د افغانستان پر پیښو. د یو روزه مسلې سیاست بسیار ګرم شو. د دوستان عزیز
چون مسئله افغانستان سرنوشت ساز گردیده و همه دیگه اخبار زیر سایه خود قرار داده، خصوصا اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اعلان و اعلان جنگ دوباره در افغانستان بعضی عرب خرسند ساخته و بعضی عرب متاثر ساخته. هر یکی برداشت خاصی از مسائل داره و یکی چرا ایتو شده، همه تو که مسئله قرارداد بسیار مرموز بود، اعلان ترامپ هم بسیار مرموز و غیر قابل تشبیه و توجیه بگویم، یا ندانستیم چرا ده ماه گفت و شنود و صحبت بالای مسئله. گفته یک برادر من که بسیار خوش هستم و من رقص میکنم و پایکوبی میکنم برای زی که دونالد ترامپ حرفا را زده و او را بیان داشت، عجولانه یک نفر بسیار خوش میشه و یکی متاثر میشه چیزیست، مگر از لحاظ عقلی اگر آدم فکر کنه یه مسئله عملی طالبان بالای امو بیس یا آسایشگاه ناتو در منطقه ششترک و مرگ یک امریکایی در اونجا آسمان به زمین نمیزنه و هزارها آدم افغان کشته میشه، کس یعنی آب از آب تکان نمیخوره، کسی سوگواری نمیکنه، کس متاثر نمیشه، مگر یک امریکایی گکی که بعد از کشتار هزارها افغان کشته میشه احساسات رئیس جمهور تور بوده. اینا درست است، برای اینکه عملات طالبان دوام داشته، در طول 18 سال جنگ بوده، طالب حمله انتحاری داشته، مراکز نظامی ایالات متحده امریکا را یا ناتو را نشانه گرفته، کاروانهای از اونها را منهدم ساخته، دیگه چطور با یک نفر در میاخیر او را بهانه قرار بده و همه دیواری را که در 10 سال بالا کرده بود یک لغت بزن و پایان بینداز. ای از لحاظ منطقی درست نیست، یا ایست که به نظر ما ترامپ بسیار مغزی اشتکانه داره و یک بیعقل آدم است، یا ایست که یک مانور سیاسی است که برای ازی گفته شده که یعنی همی کار انجام شود، یا از بسیار از قهر بوده، یادم زود قهر میشه و زود آشتی میشه و زود نظر خود تغییر میده. اما خود 2 سال گذشته حکومت ترامپ اگه شما ببینین بسیار متنوع مزاج بوده، زود تحول میکنه، یکان تا میگه در سیکالوجی او را بای پولر میگه، یعنی زود شخصیت یک نفر از یک زاویه به یک زاویه دیگه تغییر میکنه. ترامپ هم همونطور. به هر حال هرچی هست دوستان عزیز، وضع افغانستان است، هم طالبی دارین جنگ میکنه و هم امریکایی دارین کمک میکنه به افغان، اونا رو مجهز میسازه که جنگ کنن و دروغین که در اینجا القاعده است و نمیدانم داعش است و با طالب در جنگ هستین، در حقیقت امریکا با همی عمل خود که صلح را در افغانستان نبیاید و با ملت افغانستان در مجموع در جنگ است. اگه طالب بکشه یا مردم یعنی حکومت افغانستان اردو بکشه به اشاره دیگه، یعنی صدمی از او به ملت، یعنی امریکا با همی اعمال خود با ملت افغانستان طرف است، ضربه به اونا میرسه، هم یک حکومت به مون نحوه و هم عدم امنیت مشکل بالای مردم افغانستان است. بیای بالای مسئله. بله سلام علیکم. علیکم السلام. بله بفرمایید صاحب مهربانی. جناب خطاب صاحب بیننده سخن اوریان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب خطاب صاحب اجازه میدید در مورد 11 سپتامبر صحبت نمایم؟ بله. تحولات 11 سپتامبر 2001 بیانگر حقایق تلخ است، زبان گویا و چشم بینایی که قلم به دستان دارند. بله، برج‌های دوگانه آسمان خراش‌های نیویورک توسط خود آمریکا فرو ریخت و آمریکا در یک اجماع خودبافته
به اصطلاح ائتلاف بین‌المللی وارد پیکار با بانه جنگ بر ضد تروریسم شد. روی امین اغراض از ملت مسلمان افغانستان استفاده های ابزاری نمود و بهره عظیم برد. در مرحله اول بعد از شکست شوروی، در مرحله دوم سرکوب طالبان که زمین اساس تحقق راهبرد آمریکا، حضور و اتخاذ پایگاه نظامی و نفاق داخلی سازمان یافته توسط سازمان سیا در افغانستان شد. ائتلاف 2001 دیگر عزم گسیخته است. حالا جهان غرب دیگر توسل به گزینه نظامی و سرکوبگرانه ظالمانه و استعماری ندارد. یکی از نشانه های روشن آن اجدادن به سیاست تفاهم و کم علاقگی اعضای سابق ائتلاف جهانی در افغانستان می باشد. چنانچه در آغاز عملیات انتقامی 11 سپتامبر 51 کشور با 122 هزار سرباز در افغانستان دایره جنگ را گرم کرده بودند. اما امروز ناتو به سختی می تواند کشورهای عضوش را قائل به نگهداری 12 هزار سرباز نماید. نشانه دیگر آن تغییر در موازی غرب، ایجاد دوپارچگی در سیاست این کشورها با ایران بوده و جامعه اروپا به این نتیجه رسیده است که پالیسی مستقل و جدا از آمریکا و اسرائیل را تعقیب نمایند. همچنان غرب متوجه می شود که نه اشغال شوروی سابق توانست در آن زمان از محبوبیت مجاهدین واقعی بکاهد و نه جنگ استخباراتی ضد تروریستی غرب توانست از محبوبیت طالبان بکاهد. هر قدر جنگ سالار گفتند، بی فرهنگ گفتند، تروریست گفتند، از مردم کمک، طرفداری و پشتیبانی بیشتر به دست آوردند. و همچنان هر قدر چینل ها را برای اشاعه بی‌حجابی و روگردانی از ارزش‌های اسلامی پول دادند، مردم به حجاب و ارزش‌های اسلامی توسل و توجه بیشتر نشان دادند که این تجربه توانست راه دائمی را برای رسیدن به صلح و تفاهم همیشگی و جهانی نشاندهی نماید. اخیراً در طول 9 ماه مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکایی‌ها به فضای خوب پیش می‌رفت. دو طرف به توافق نزدیک شده بودند. متن توافقنامه نهایی شده بود. به گفته خلیلزاد به مرحله رسیده بود که به امضای آقای ترامپ برسد. متاسفانه آقای ترامپ از روی احساسات و غضب زیاد کشته شدن یک سرباز آمریکایی را بهانه گرفت، اعلان لغو مذاکره نمود، در حالی که در طول 9 ماه ده ها سرباز آمریکایی کشته و زخمی شده است. آقای ترامپ با این کارش بالای جنگ افغانستان پترول پاشید، زیرا با دوام جنگ چه تعداد انسان‌ها و افغان‌های مظلوم و بیگناه دیگر. الو غفوری صاحب قطع شد، معذرت میخوایم. بله سلام علیکم. بله الو بله سلام علیکم. بله صاحب. بله بفرمایید صاحب. سلام جناب خطر صاحب. و علیکم سلام خلیلی صاحب هستین، بفرمایید. سلامت باشین. قربان شما. اگر فرصت میسر باشه اجازه بدین کنم چیزی من هم یک صدای خدا بکشم در ارتباط بفرمایید. همین حوادث اخیر که آمده صاحب بسیار خوب میشه. یک نامه هست برای ملل متحد. بفرمایید. قاصد آورد پیام ارجمند، یک پیام از آشنای دردمند. این چکامه از آن انیس من خلیل، دوست روشن بیرو ولیکن بی بدیل، داشت با خود شیر نه خوناب ها، بند بندش گوهران ناب ها، از وطن می گفت از صلح ملل، کج کلاهان حکمرانان جدل، از نشست این بنای دادخواه، این بنای صلح یا کاخ گناه،
این بنای بی نگه بی گفتگو، جلوگاه لوبتان رنگ و بو، کشور غرقه به خون شد سال هاست، پر پرش خونین شکسته بال هاست. آفتابش پشت راغان گشته است، تخت بخت و زهرالود و لرزان گشته است، ذاتش باروت و دود و دید و تیرهی، چادر از گنده بروی مشتری، مه ندیده روی پروین ای دریخ، زن که او گشته نهان در زیر میخ، جویبارانش سیاه و خوشک بین، نسترنزارش بری از مشک بین، جای نغمه از دل دریایان، آج گیرد نولش شفاهیان. موجها در موجها خونین شده، سرزمین اماز خون رنگین شده، با راغش دود کرده سوختن، تار پودش شوله ها افروختن، دشت و صحراها و گلزاران خون، دوده ها بارد همه باران خون، هرچی بینی رنگ خون بینی دریر، پشته پشته کشتگان زیر تیر. یا شکسته دست و پای دست و پا در خانه هاست، یا برهنه راه گم دیوانه ها، این کبوترهای پاک این کودکان، اختران نغز خاکیان، شاخ و برگ جلوگا شاخ برگ جلوه سوز بوستان، نغمه پردازان چرخ بیکران، سید چنگل های شاهین ها شدند، تومه گرگان سهراها شدن. ناش گشتیم دشت سالاران جنگ، هموطن کو عزتت کو نامننگ، دست و پای ما بکنده کردن، ما ندانیم این چرای بسن، این ملل آخر کجا شد دوستا، رایت کاخش بلند فراز آسمان، او تماشاگر حال زار من، ملت مظلوم نادار جهان، دست و پا بسته میان آتش است، در گلوگاه نهنگ سرکش است، چشم بکشا بین به حال و عیان، غرقه خونیم ای سالار جان، هیچ تندوی که آریانا چه شد، از حریوا تا به گندارا چه شد، از خراسان مهد استورا چه شد، بو علی با بلخ مولینا چه شد، قندهار آن خطه زیبا زبون، آن همایون خرقه والا بخون، با میان در کام آتش شد فرو، غزنه را بین خود رسید خون رسیده تا گلو، لنگسکر چنگیز لشکر چنگیز بر پروان رسید، شوله ها بر تاک و تاکستان رسید، پیر برنا پا برهنه بی قبا، کودکان از ترش وحشت بی صدا، تیر شفها سوی صحراها روان، گاه به دشت و گالب دریا روان، دختران در کام ماران رفت، گوهران ما به توفان رفت، کابل زیبا پر از خوناب شد، چشمسان آتش گرفت و آب شد، نهره از انسان و از سلحت زنی، نخل تبعیز و نفاق از برخنی، باشی ایسا بحر چشم کورها، یا چراغ مرده بحر گورها، در فتد یک تف این جاها زبام، نالا برای یا برارت تو یا برارت دیگر تیغ از نیام، شور تو از بیکران دنیا رود، بردری حلقو ران بالا رود، آه مظلوم آیم بود دودها، کشتگان تیشه نمرودها، لوح دیگر برکشید از تیرگی، این سخن سالار میخش چیرگی، گوش ملل میخ آهنین، درب او بسته با قلف زلین، در نشیمنگاه نشسته با رجل، بی خبر از درد و فریاد محر، قصر او بر عرش و نامش استوار، دهل های بی صدا ناید بکار، میهن ما گشت آتش العبان، آید گوش ما نوای غم بخان، نقش ما بردار دست سما،
بله. ما بدسته با اتخواه تون پا تا برد برداخ دارانه وطن تو بسازد بحر زوانه وطن تو به کاخت خوش نشین ای سالار ما سرور ما سرور سرور ملل توی سردار ما. تشکر بسیار مقبول. خوب ای کاش فرصت زیاد می بود آیستا آیستا و من تو با شوق می خوانده. بسیار زیاد تشکر ریسه. بله سلام علیکم سه. الو بله الو بله سلام علیکم سه. بله خطاب سه. سلام سنگه ورور سهتی خیده ولغ بد نیم خیم شکر دیم دا نظریاتم و دا شیرون لگزر بند کهی پتا فیلی شرایطو که سب داغ نظر دی وای خیلی ولی از دایست نظر دو خبر نیم از دشیر سلایم و خود ده و رو را خود ده شیر خود ده خلی سب اتی ده قیقی وی لی گره ولی نیسا زمان ملی مو دو وطن ملی شاعر ملنگ جان وی خدا چش ول پا وطن که اغا گم گم کمیسونه خدا چش ول پا وطن که اغا گم گم کمیسونه چه بطلا به ننگ دگر تا پا گدا او دا افغان انگلیس جگرو دا خبلا ملنگان دیان پروتری ویستیمار زد شاعر بو بامدر عربان زن و نوی خزل لرم که دی خیال انزور دای پینجا زمان و میخوای زد زر کبا میربانی و کسی میربانی منانا و گره نظر نشی زمان تمانا راغلالا بگره این نظر نشی زمان تمنا راغ للا تیت کلی سر گلونه پبخو که چه دا راغ للا بلی کلی دیوی پدی کچو که تر سهرنن بلی کلی دیوی پدی کچو که تر سهرنن ستور ورتنا سی پنسا لحوا راغ للا تشوی دیوردگو اتنچانو اتنو واچوی تشوی دیوردگو اتن جانو اتن واچوی دا دننگ دگر تا پا اتنو گره را خلا خدای می دی عمرونو دی توبو را تا ثواب را کل مست خرامان خلخندان پا ما را خلا هنه سپلنه ورت لوگه کلی پا دیلارو که هنه سپلنه ورت لوگه کلی پا دیلارو که راغلالا اصیل ملکه دی سبا راغلالا ای تزناور جهاده یا نشی رونش ولی ای تزناور جهاده یا نشی رونش ولی حقا دا محبوب ملکه سرایا راغلالا حقا دا محبوب ملکه سرایا راغلالا دیره مننه محبوب سرایه خوب رو را لوری عمل تا گرزی ده خواه خواه دانی طولی پلار نومیم بد که اندیا جانه ده که سشی ده مخ کل باقی بالا که نستی کل تلویزیون که ورکو تقریبا 50 کال ده خز بلچر تلوی است و سراغلی ده مخ اشغال که مخ تشویخی پلار غذای ده پلار جنگ زد انگلیسان ده اوست انگلیسان و روزی خود دا دنیا په کلی تغییر کړی زه فکر کوم چې دا مغز د انسانانو ډیر مادي سوي دي ډیر یعنی لغه ارزښونه او دول کړی ده. بله سلام علیکم. بله خطاب صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام بفرمایید. خطاب صاحب محترم در قدم اول سلام برای شما و برای کسایی که صدای مرا میشنوند سلام تقدیم میکنم. محترم خطاب صاحب کسانی که از اشغال دفاع میکنند به این معنا که ناموسشان، وطنشان، عفتشان، آبرویشان برشان بتفاوت است. مثل همان شخصی که خوشحال بود که کار خوب شد ترامپ با طالبان صلح نکرد به این معنا که ناموس از این نفر برش بتفاوت است که عسکر اشغالگر سر ناموسش تجاوز جنسی کند. مثل که در وقت جنگ‌های داخلی کمونیست ها اربکه های دوستان در میکرون رفت میخواست سر یک خواهر کابولی با عفت ما تجاوز جنسی کند خود از طبقه پنجم پایین انداخت مرگ قبول که اما عفت خود نگاه کرد. به این شخص خوشحال شد که ترامپ صلح ننمود به این معنا که برای این شخص ناموسش بتفاوت است. این وطن بالاخره آزاد میشه و توکل الله نام خاک فروشان و بناموسان در ورق تاریخ به خط درست سیاه نوشته خواهد شد.
در آخر نظر شخصی من این است که در حدود 6 میلیون مهاجر داریم در تمام دنیا. اگر احتمالاً 15 میلیون از یک هزار دلار برای مجاهدین کمک کنند که یک راکتای دوربرد بخرند که بسای نظامی اشغالگران یهودی را تحت مرمی خود قرار بده، این بهتر است از شرخاندن و گپای بالا و پایین. نور وقت نمیتونی که برای پامان دیرم منه نم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم خطاب سید. و علیکم سلام سلام مسی جور پخیر پچس سنگه ورور جور پخیر سیاتم خلی مهربانی کی خطاب سید غواړ ما چې خپل نظر د دی اخر حوادث په باب وی ما تاسو په اجازه مهربانی وکړئ ډیر خوښی او مخکې د دین چې خپل نظر وی ما فقید مانس نیلسن مانډیلا وی چې د آزادۍ د اخستلو لپاره ضرور نه دی چې مکه او آسمانونه ولري، خو ضرور دا دی چې ځان ختم کړي. د افغانستان د مازلې په باب مو واورېدل چې ښاغلي ترامپ تصمیم ونیو او خبرې ختم کړلې، خو د دوشنبه په ورځ بل ټویټ کړی و چې من غواړو خبرې د سره شروع کو او د دې نه داسې معلومیږي چې دا خبرې د دې قطع شوي نه دي، ماتل شوي دي. نو هغه کسان چې د دې خبرو او پروګرامونو په قطع کولو خوشحاله دي او غواړي جنگ دوام وکړي، هغه دې په دې پوه شي چې دا ممکنه نه ده چې دا جنگ د چا په ګټه تمام شي. او زه په دې باور لرم چې دا جنگ به په نهایی مرحله کې د افغانستان ولس ګټلی لکه تیر جنگونه چې ګټلی دي، او دا ځل به هم دا جنگ ګټي. او دا واقعیت ثابت شوی دی چې دا جنگ دوی نشي ګټلی، شاید یو څو کاله نور هم دوام ورکړي او بیرته به دا قصه د سره شروع کوي. خبره دا ده چې د افغانستان ولس همیش آزادی غوښتون کې که هر څوګي هغه سپورټي او د هغې سره ودرېږي، کوم چې ډېر مهم کار دی. صحیح ده چې طالبان به د بعضې خلکو په اصطلاح مترقي خلک نه وي او یا به د پیشرفت طرفدار خلک نه وي، مګر هغه څه چې ته طالبانو سره واقعا زه درته وایم خار زختور سره دی، هغه د ازادۍ غوښتل دي کوم چې ضرورت دی. او د افغانستان ملت په دې پوهېږي چې د افغانستان ازادي ختمه شوې ده او دوی د ازادۍ په ګټلو کې رښتیا هم ډېر زمریان خلک دي. خو بعضې انسانان دا دي ذهینه ما چې شته دی چې د یوې خوانه د استقلال جشنونه نیسي چې د سل کاله مخکې د انګریزانو نه سیاسي استقلال اخیستل شوی، مګر بیا چې کله د افغانستان په اوسنۍ ازادۍ خبرې کوي دومره غلامان یي چې سړی ورته لکه ستاسو خبره حیران پاتې شي چې دا څنګه د دومره غلامۍ دغه سره ذهنیت سره چې د استقلال دپاره لري بیا د غلامۍ تورې نیغې نیغې ډنګوي. خو زه فکر کوم چې دا کار به وشي، خدای مهربانه دی او هغه یوه لنډۍ ده وی بورا به خدای په ګلو مور کړي و باغوانه ستا نیمګړی نیت مې جړوینه، نورم وخت نه نیسم او د افغانستان د استقلال په هیله خدای په امان. السلام علیکم بخیر. مننه ودنو د څورتو لوړو ژورو د تاریخ کې ډېر خلکو ځانونه بایلو دي. صدر د اسلام کې هم دا خلک به د جهاد آیتونه دي، د قرآن پیغمبر ته به راغلی صلی الله علیه وسلم چې موږ ولا نا جوړ یو زهیر یم ځان مې خوږیږي تبه مې د جهاد ته نسم تلی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر مهربان یو شخصیت تو رحیم و مهربان، بیا هغه ته به ویل ښه چې نه ځې ته مه ځه د کور کې کښېنه. بیا دلته آیتونه راغلي دي چې په هغه قوي سارو کې هم که تاسې اوسئ او جهاد ته لاړئ نه، که عجل در پسې راشي تاسې نه شئ کولی څه دفع یې کوي و خلکو. واضح به آیت راغی پیغمبر ته چې دوی ته ووایه. بیا هغه څوک به چې لاړ جهاد ته او بیا به بېرته چې راغله موافقه به و غزوه به یې ګټلې او بیا دوی به ویل کاشکې دوی سره تللي وای.
بیا به چې بایلو ده بیا به خصوصي لارونو کې موږ وژل کېدو د خپل انسان غاغي د انګیزي دیننه هغه فرق کوي د هر یو هر څوک په یو نحوه یو فکر لري د افغانستان په هکله ازادي دې لپاره م ولاز غواړم چې کله کله دا فکر را پیدا شي چې د آزاد افغان ډېر خطرناک افغان ده په افغانستان کې کله چې روسانو شکست وخوړ خپل افغانانو په خپلو منځو کې وخوړل هغه بیا تر څو چې امریکا راغله او دوی غوږونه یې تاو کړی ورته یې ویلې ته دا کوه او هغه ته یې ویلې بل کوه په هغه څه ورته ویل زه ولونی قضیې په داخلو کې ور واچولې بیا هغه آسونه غوندې د هغوی په اختیار کې تر اوسه ښې منډې وي جنګ منګ د احزابو تر منځه نشته کینې چا به ویلې چې حکمتیار وو رباني وو د وحدت وو دوی به جنګ قطع کړي همدا اوس په یو هغه د اوس عبدالله سره محقق چې جنګ به یې کوو په د کابل کې دا جنګونه اکثره د وحدتیانو د شورای نظار و جمعیتیانو تر منځه وو صاحب هغون خلک وضعي پېږي از زیاترین قتل و قتال چې سو مخامخ حکمتیار له لرې راکټ ویسته کابل باندې مګر دغه جبهوي جنګونه د دننه په کابل کې یو د بل په مقابل کې د افشار قضیه بلبل د همدوی تر منځ وسوه اوس هغه د خارجیانو تر هغې د سلطې لاندې د چکمې لاندې هغه د خلیلي م ناسته بره غاړو صاحب رئیس د شورای عالي صلح هم ده حال دا چې ده په ژوند کې چا سره صلح نه ده کړې یا عبدالله عبدالله دا د توپ د غرب سر به د هغه د تلویزیون د غرب سر ناست و یوټیوب ته ننوځي وایي افشاره تیکه تیکه کونی از بین ببرین یا دا نور خلک و د هر یو سره په خپلو خواستو د ارګ لپاره په جنګو اخته وو اوس د نورو د سلطې لاندې همداسې اسپې تازي غوندې منډې وي زه وایم د استقلال هم شاید ډېر هغه نه یم دغه سلطه ښه ده مګر دغه سلطې لاندې ډېره بربادي راغله کله کله وایم چې د استقلال نه م که فرضاً موږ او تاسې صرف نظر وکړو موقتي ووایو چې زه د مستقله چې نه یو خو دا نور چې راغلي دي یو ښه حکومت خو منځ ته راوړي هغه هم نه ده راوسته هم بور هم بدنام چې ورته وایي دا رقم حساب د هغه لپاره د ما تشویش په دغه کې هم ده که یو ښه حکومت وایي خلک ارامه وایي عمران وایي افغانستان آباد سوی وایي یو صادقه دستګاه وایي خلکو ته رسیدګي وایي طب و طبابت رونق کړی وای اقتصاد بنسټ یې ایښودل سوی وای یو ښه حکومت د خلکو په خوښه راغلی وای دیموکراسي تمثیل سوی وای پیسې د خلکو نه وای ورکې سوی او بیا مو موږ ویلي وو چې دا طالب نو چیغې دي وی استقلال مه کوو په دې عقل خو دا خلک خو ارامه دي اوس دغه خوا کې ډېر یو بدي ده اوس دا طالب فکتور بیخیا خواته پرېږده دا جهاد و استقلال هم که پرېږدي په دغه اثارت کې ډېر یو بد حالت د خلکو په ژوند کې راغلی ده چې ډېر یعنی بده ضربه ده بله سلام علیکم سر الو سلام جناب محترم آقای خطاب و علیکم سلام بفرمایید لطف میکنید جناب محترم آقای خطاب آقای ترامپ در فیسبوک خود نوشته بود که افغانستان را به خصوص طالبان را در مدت 4 روز آنقدر سرکوب کردن که در 10 سال گذشته چنین چیزی یعنی نشده بود در حالی که برخلاف امو میگن که آدمی که استقرار فکری نداره تسمامی میشه و عقلش و گفتارش برابر نمی باشه اینا برخلاف طالب در مدت 4 روز توانست چندین ولسوالی در خود ولایت قندوز که در قص و چند ولسوالی دیگه است در همچنان در بدخشان و در فرا اینا را اونا تصرف کردن کدام کاری را تا به حال اینا نکردم که برخلاف طالبا باشه و یا امریکایی ها طالب سرکوب کرده باشند در صورتی که امریکا خواستار از این بود که طالب در افغانستان به نام تروریسم که خودش یازد تروریست آمده بود با ضرورت بود که اردوی افغانستان که قرارداد نظامی هم با اینا شده بود باید افغانستان اردویش تجهیز میکردم هم از دیدگاه زمینی پیاده هم از دیدگاه هوایی و هم از دیدگاه بحری خوما نداریم ولی همو بودجه ازیر مصرف میتونستن مصرف اردوی پیاده بسازن متاسفانه هیچ کاری را به افغانستان نکردن نه هوایی نیروی هوایی داریم نه اردوی زمینی که بکنه در مقابل همین گروه های به حساب
دهشت افغان تروریست مقابله بکنن، سلاح بسیار ضعیف و آزادی را هم در کشور ما در قید آقای دست نشاندهشان غنی و عبدالله گذاشتن، در گذشته به آقای کرزایی که خود مملکت نتانست یک اردویی که ضرورت یک کشور است به خاطر تضمین و تمامیت عدی یک کشور است، او را باید اینا از بازارهای آزاد خریداری میکنن. این چون این آزادی را ما نداریم چون مستقل نبودیم، بناهن با کشته شدن یک نفر تا امریکایی شما ببینین گویا پیش از اینا کدام قراردادی از قبل شده بود که دیگه با امریکایی ها اینا نباید تاخت و تاز کنند و امریکایی ها را مورد تهاجم قرار ندن. این طالبا برخلاف توانستن یک امریکایی را امروز که یا تاریخ 12 کشتن، امروز ملت بیچاره را فقط در یک مضیقه قرار دارن گویا که صلح توقف کرد. خود دو صلح قبلا مذاکرات صلح در 9 مرحله توقف کرده بود و این رفت به طرف امضای از اینا. اینجا هم سوال پیدا میشه خیلی، شما از یک طرف آقای خلیلزاد گفت که ما صلح را به توافق رسیدیم، میریم مروری بکنه آقای ترامپ خیلی متوقف ساخت، توقف از این قبل اعلان شده بود. موضوع دیگریش که اونها میگن که گویا ما یک دیدار سری را که همراه سران طالب و آقای اشرف غنی در کمپ دیوید داشتن، این را به خاطر همی عسکر ملغا کرد و رد کرد، نپذیرفته. در اینجا سوال های زیاد پیدا میشه. خود درست است امریکایی ها در پای منافع خود هستند، اگر انتخابات هم میشه امروز بر منافع امریکاست. اگر ما بگوییم که ما حکومت گویا چیز میاریم مردمی در افغانستان، امکاناتش موجود نیست چون افغانستان در سراسر در انتخابات شریک شده نمیتونه، ناامنی ها در افغانستان است. هر چیزی که ما از گذشته باید از عبرت گرفتیم، درس گرفتیم، و پیشنهاد ما این است که ما همین قانون اساسی افغانستان چند مواد از این بخصوص تعدیل شوه و یک حکومت اداری موقتی در افغانستان بیاید. او عبارت از موضوع نظام اقتصادی است و نظام سیاسی. نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به پارلمانی بره و همچنان نظام اقتصادی از بازار آزاد. ما دیگه بازار آزاد نیازمند نیستیم، یک کشوری نیستیم که در اینجا کسی را تعقیب اقتصادی شود. اینا کوچه پاول کردن، غارت کردن، همه بودجه های دولتی را وزرا بردن، در هیچ مرجع نتونستن که اینا را استیضاح بکنن، پول دولت را بیارن. تجارت بازار آزاد در کشوری مثل افغانستان هیچ ضرورت نبوده و هیچ ضرورت نیست، هیچ بر منافع ملت افغانستان هم نیست، که بلکه بسیاری کشورها چنین چیز را ندارن. تنها کشورهای بسیار پیشرفته جهان کنا میتونن در روی قانون است، قانونیت است، حاکمیت قانون است، چنین نظام اقتصادی با اون کشورها است. امیدوار هستیم ما بتانیم با اینمی تعدیلات در کشور ما در آینده سازی خود کاری بکنیم. یک مشکل دیگری که در درون افغان ها هست، یکی فقط هنوز غرق در خود یک دیگری بر سر یک دیگر خود میزنیم. در اینجا دوز هم هست، چپاولگر هم از وقت استفاده کرده، همه ملت مال ملت افغانستان به غارت میبرند. فقط توجه همی شده که ملت افغانستان دست به دست هم بده، همون که پیشتر شماست، اگر تعداد مزدور بود تعداد دیگری دست به دست هم داد که همین مزدورها را هم نابود کرد و بادارهایشان. امیدوار هستیم در آینده چنین چیزی را شاهد باشیم. تشکر از توجه. بسیار تشکر، بسیار مقبول. ملی صحبت کردی، یعنی اتفاقا به نظر ما هم تو باید باشه صلح و کلگی در توی حکومت راه داشته باشه. آیستا آیستا هم و عشیری از او درست می شد. من به این فکر بودم که با حکومت افغانستان همی طالب ناراضی جنگجو هر چیز اسمش میگذارین آشتی پذیر نبود و باید هم نباشه. اگه حکومت ناقص دست شکسته عمل گردن او تو یک چیز بوده، امتحانات خود داده بودن. مگر همین کسایی که احزاب سیاسی افغانستان بودند، یک وقت سران جهاد بودن، اشتباهاتی هم کردن، مگر او اغماز می شد اینا با هم آشتی پذیر بودن. مامو تو بوی از او می آمد دمی نشستایی که یک نشست خود قطر صورت گرفته بود، حکمت کرزایی که قنداری از و پسر عموی حامد کرزایی او قد قد به امرای امی طالبا میخندید و نان میخوردن و دیگه. در آغاز من کمی متاثر شدم که امیر قدر خیانت کرد و در حکومت مزدوری کرد، ولی طالبا به امرای از او میخنده و خوشگذرانی داره و که گویا هیچی آدم مقصر نیستم و رگ قنداری خود بسیار ترجیح میده. باز بعدن دیدم که خب با این دشمنی، با او دشمنی همی طالبم ما تشویق نکنیم که گذشته ها را بکاوه و دشمنی ها بیشتر شوه و آتش شور داده بریم.
بان این که برای منافع ملت بیچاری افغانستان که مصدمه با وان میرسه در امو سطح امینا اگر آشتی پذیر شوند خوب است. یا عطای نور در پای امو فیصلنامی که در ماسکو صورت گرفت امضا کده، یا آقای قانونی امضا کده، یا آقای نمیدانم کیو کی امی محقق، اینا امضا کردن، دستخط کردن، دایی طالب تایید داشتن که استقلال است، آزادی است، یک حکومت مردمی روی کار بیا. اینو آن دیدین، شاید بودین، با هم ادای نماز کردن، جماعت هم صورت گرفت، طالب امامت کرد، دیگه چی میگه مقتدی بودن یارو، کلش دیدیم، یعنی یک نوید بود. یعنی باو که همه ما بسیار قهر هستیم، همه چیز بسیار به عجله و زود میخواییم، انسان میگه بسیار شتابان است. خداوند در قرآن میگه زود همه چیز زود میخواید، حوصله نداره. دیگه ما باید با این مسائل کما که حوصله مند میبودیم که آهسته آهسته مایه میگرفت از این تنگنای زمان، از این خیانتی که صورت میگیرد توسط اجانب افغانستان اشغال شده، آهسته به طرف یک حکومت آشتی سراسری اشتراک ما میرسیدیم و بسیار خوب بود. مگر اونمو در نیمه را ساقط شده و به هم خورده و جگرخونی را بار آورده. بله، سلام علیکم. آقای خطاب، سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام به همه هموطنهایی که به رسم و خط امام حسین رضی الله عنه روان هستند و واکسای هستند که در طول 20 سال اشغال کفار در درون سرزمین مقدس اسلام و بربادی و ظلم و بمباری و وحشت و جنایت در درون افغانستان مبارزه کردن و سر و ناموس و اولاد و وطن مال خود فدا کردن، با اونا سلام. دومی که آقای خطابم وطنهای عزیز، از مسائل احساساتی هم اگه بگذاریم، از مسائل وطن دوستی هم اگه بگذاریم، از اسلامی هم اگه بگذاریم، بیاییم یک ذره علمی فکر کنیم. این ترجمان پشتو که نام خود خان بانه و مان بانه و هر چیز بانه، و ما برش میگم که جنگ و جهاد با آزادی افغانستان عزیز و بربادی امریکا، استکبار و کفار ختم میشه، این یک وعده رب العالمین است. این قرآن اگان تا میگه که من میفهمم آیتش رو تلاوت میکنه، اما در نفسش تو نفهمیدی. این یک وعده غیر قابل گسستنی است و این وعده شده بیشک که گپ درست میزنی. و بیادرم این تلیفون خود نادر محمد و گفت سرکوب طالبان، البته استغفر الله، الحمدلله که شما دیدین که رئیس جمهور و امنیت ملی و پامپیو و سپنده و غیره در برابر این مردانگی و شهامت افغان و مسلمان واقعی و طالب علم، طالب دنیا، طالب آخرت چطور ذلیل شده. شما ببینین که مثل ماکیان پر سختواری نمیفهمه که چی بویه. الحمدلله قندوز، فرا، بلخ، هرات، فاریاب، لغمان همش میفته، الحمدلله. و ای که ای او پشتون بود که گفت که باید ما حکومت بسازیم و به دلار سجده کنیم، و ای تاجک بود که آمد و گفت که اینمی سرکوب طالبان وجود نداره و الحمدلله اقیام وجود داره. حکومت مردمی و حکومت و قانون اساسی آقای تاجک، حکومت موقت اینا تحت اشغال هیچ معنای نداره. چه یک ذره فکر کو، یک کم بیندیش که کنام قانون میتانه قانون اساسی در افغانستان شود. غیر قانون الهی، غیر قانون که اونمو مردم و اونمو شرایط او موافق و سازگار است. تو اگر در آلمان بگوی، امریکا بگوی، کانادا بگوی، ما 100% هم رایت، در روسیه بگوی 100% هم رایت موافق هستم، اما در افغانستان این تیوری و خیال و کتاب بافی است. مردم افغانستان در عمر وحدت نداشته. کدام وحدت، کدام پشت شاه شجاع کی بود، از کدام قبیله بود که بر روی دوست محمد خان انگلیس ها
استفاده کردن. خوب تو تاریخ اصلا نمیفهمی، تاریخ و قیام افغان امروز اینه است که پشتون است، ای تاجیک است، ای ازبک است، بخاطر ازی که برادرهای افغان هر کسی که باشی نمینه ایسی تاجیک و پشتون و ازبک و هزاره، بلکه منه ایسی ازی که چقدر تشکر لالای گل ما و مملکت اینینجا است، اینینجا است که شهامت و غیرت و مردانگی هم در این دنیا و هم در اون دنیایت برات پاداش داده میشه. تشکر. بله سلام علیکم. الو بله بفرمایید سر. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. کتاب سر محترم سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. خوب هستین انشاءالله. خیر و خیریت سر. چهال دارین سر. فامیل گرامی کلیجی خوب همه اولا تشکر سر. سلامت باشین. کتاب سر محترم امی تفسیر شما با مناسبت ده یا عاشورا اقدر عالمانه و اقدر معقول همه جانبه بود که واقعا اما همه موضوعات شما بسیار برازنده ابراز کردین و در مورد نواده پیغمبر صلی الله علیه وسلم و شهادتشان در راه حق و عدالت چقدر خوب مقبول اشاراتی کردین و به اصطلاح یک مقایسه نسبی کردین با این غلامای اشغالگر فعلا به بادار عصرشان یعنی یزید عصر حاضر که رهبری میکنه یهود نصارا را در امریکا و ناتو را یا غلامایشان که به اصطلاح زنجیرهای چند مملکت در گردنهایشان افتاده چقدر استقبال کردن از به اصطلاح از چرخش ترامپ به خاطر لغو صلح و این مذاکراتی که در این نو ما تقریبا چقدر به خون جگر جان کنده شده بود سر از اینکه بالاخره به توافقات همه جانبه بین نماینده‌های آمریکا و حیاتشان و بین طالبا به یک سطح بسیار عالی رسیده بود که باید اعلان می شد و این یک متضمن خیر و سعادت و صلح سراسری در افغانستان می شد و حتی شوروی و بعض ممالک بزرگ جهان در این قسمت اعلان کردن که ما میدانیم به حیث شاهد و به حیث تضمین کننده ای سلحیایی موافقت نامه ما امضا کنیم و یک خوشی در سراسر افغانستان و در سراسر جهان کسایی که راستی هم به صلح و به امنیت و به خاطر قتل انسان کشی و بشر کشی در دنیا داره کل یک خوشی و یک احساس خوب داشتن که متاسفانه ترامپ به خاطر به بهانه یک نفر سرباز یا صاحب منصب ارشدشان که در اونجا کشته شد این لغو کرد. این معلوم میشه که امریکا تا بال چندین بار در قسمت تصامیم عجولانه گرفته و حتی نمیخواهم که را در افغانستان صلح به افغان کشی را اینا میخواهم که هنوز در آن دوام بده. خطاب صاحب بسیار محترم تمام روز زیر بمباردمان قوای ناتو و امریکا در سراسر افغانستان به صدها مردم بیگناه به نام طالب کشته میشه، زن و طفل و همه یتیم میمانه. اما کجاست دنیا، کجاست ملل متحد، کجاست شورای امنیت و دیگه و دیگه که این غول پیکر این انسانهای بسیار مغرور و که اینا هیچ حیثیت و آبرو ندارن، هیچ با نسل بشر و با بشر کشی هیچ وقتی نمیگذارن. نمیفهم که چرا سر از این صدا نمیکنه و سر از اینا در فلسطین ببینیم که با امیر ترامپ خائن ای در فلسطین گرفت با رسمیت بخشی با یهودی ها او را پایتخت یهود در اونجا اعلان کرد. شما ببینیم که با کدام اندازه اینا در برابر اسلام اینا یا ظلم میکنند، در برابر مسلمان ها در سر و سر جهان اینا ظلم میکنند. هیچ آدم فهمیده نمیتونه همی نشیب و فرازای زندگی را خداوند جلاله شانو خودش به حکمتایی که داره خداوند خیر پیش کنه که یک سال تراسرین در افغانستان بیایه و باز همی ورق به اصطلاح تحیل بخوره تا به خیر آفیت انشالله انشالله. خب روزگار سیال هست، نیست که یک روز امریکا هم مانده میشه از عملیات و از بمباردمان و دیگه و دیگه.
و مردم افغانستان هم خانه و کاشانیشان است از دفاع کنه، از اونجا نمیتونن، کلشان زیر خاک دارن. یک تغییر، یک تحول میانه. شما تاریخ بشر مشاهده کنین، استکبار بوده، حملات بیرونی آمده، در داخل هم جنگای داخلی. فرض کنیم مراحل تاریخی را تو فکر کنین که 100 سال بوده، 1.5 سال، همین هندوستان 3.5 سال زیر سلطه انگلیس قرار داشت، یعنی وقت بیشتر طولانی 3-3.5 قرن. بعد از او استقلال خود اعاده ساخت و یک نظر، یک جرقه، یک شخصی به نام گاندی خط و سیر تاریخی از اونا را تغییر داد. امروز هندوستان یک ابرقدرت هست در منطقه، از او دو کشور دیگه هم زاده شده، بنگلادش و پاکستان موجوده. دیگه بنان حالات تغییر میکنه، در این گیر و دار هر انسان امتحان خودم میده. ما هم در دنیا موقت آمدیم و به شکل موقتی و چند سبای دوباره نزد خداوند برمیگردیم. این واقعیت عینی است، اما پولایی را که این مردم دزدیده باقی میمانه. کسایی که جهاد کرده هم او به مکافاتی از اونا. حضرت عمر رضی الله عنه را یکی پرسید که خداوند نعمات نصیبت داشته و خلیفه عادل استی و دیگه و دیگه، خداوند بسیار دوست داری، در برابر همه نعمات خودت برای خداوند چی داری؟ باز گفت ما از خداوند شکر میکشم، شاکر هستم. باز او پرسید اگر خداوند جای نعمات مصائب خود بالایت نازل کنه، یعنی رنج بده، آزارت بده، تکالیف بالایت بیاره، باز حضرت عمر رضی الله عنه برای از آدم گفت ما چندین برابر باز شکر میکشم. گفت چرا در برابر مصائب؟ در برابر و گفتار مصیبت خداوند یک امتحان خداوند است. این واقعیت هم از ایوب علیه السلام تاریخچیش شما بخوانین، صاحب اولاد بود و باغ بود و دارایی بود و این و آن، آرگاه بارگاه و بسیار شاکر بود از خداوند لایزال. باز در اینجا شیطان میاد که ما به همراه امی بندید که قدر شکر میکشه بیبی که چطور ناشکر میسازم. باز خداوند لایزال شیطان به همراه ایوب علیه السلام قرار میتم میگه برو دستت خلاص. این داستان بسیار جالب است. باز خداوند میگه که اولادای زیر ازشان بگیرین. اولادای ایوب علیه السلام همش میمیرن، دارایی هایشان، چیزی که داشت و نداشت از ابراهیم، از ایوب علیه السلام گرفته میشه، خداوند به حساب از اون میبرداره. باز هم ایوب علیه السلام همو چی خدا داره، شکرانگی خود از خداوند داره، با شیطان در جنگ، با نفس در جنگ میباشه. باز شیطان میگه که والا ما خدا همه چیز ناکام موندم، یک چیزی که یا خداوند پروردگار برای ما خیلی اجازه دیگام بده که را امتحان کنم که او صحت ایوب علیه السلام است. ایوب علیه السلام صحتش ازش میگیره، نه تنها که علیل و بیمار میشه، همه بدنی از او را کرم میخوره، به یک حالتی میرسه که حتی زن و خانم که به امرای ایوب علیه السلام بسیار دوست بود و عاشقانه شوهر خود دوست داشت، او هم فرار میکرد. باز درم اینجاست که شیطان برای خانم از ایوب علیه السلام میگه که شوهرت بگو که ناشکری کنه، وقتی ناشکری کنه باز خداوند پس آدم به سر حال میاره. باز خانم نزد ایوب علیه السلام میره که همین چیزی که شکری که میکشی همین باعث تکلیف برات میشه. باز ایوب علیه السلام میگه اگه من پس جور شدم نمیفهم که 100 تازیانت تو رو میزنم که تو به شیطان تسلیم شدی، از خداوند رو گشتندی. باز در اونجاست که شیطان در مؤخرین معامله هم ناکام میمانه. باز خداوند پس ایوب علیه السلام صحت میده و اولادای دیگه برشان نصیب میداره و همه دارایی و عزت و اینا برای ما مردم به حیث یک مثال قرار دارن. حضرت عمر رضی الله عنه میگه چرا شکر میکشی؟ میگه در هر مصیبتی برای ما همونطور که ایوب علیه السلام امتحان شد، دیگه پیغمبرای خداوند در زیر جبر و سکنجه و اینا قرار داشتند، برای هر موسی یک فرعونی موجود بود،
ما هم وقت امتحان میشم ثوابی از او بارها بیشتر است. به او لحاظ من از مصیبت خداوند حراس ندارم و او را به حیث یک نعمت فکر میکنم. دیگه ما مسلمان ها هم در راه راست اگر روان بودیم یک چیز نیک پذیرفتیم و هیچ وقت از مصائب حراس نداشته باشیم، برای اینکه در هر سختی و شکنجه یک نعمت نهفته است که او را خداوند نصیب ما میداره و برای ما مکافات در نظر داره. در اینجا یک دوست ما آقای دگرمن ربی طبیبی صاحب فکر میکنم مربوط خاندان مرحوم طبیبی صاحب هستند که شخص نیک بودن اونا. اینجا نظر به افتخارات گذشته درود به و تعلم موجودی افغانستان، درد و تعلم موجود. بسیار مختصر یک صفحه میخونم بنا به گفته های تهوری از ارنست رونان، فیلسوف قرن 19 فرانسه که احساس ملت‌ها را در افتخارات تاریخی آن جستجو می‌کند و می‌گوید که همین خاطرات و افتخارات تاریخی است که نسب العین ملت‌ها را تعیین می‌کند. نظر به تئوری فوق گفته می‌توانیم که تاریخ پر افتخار کشور عزیز ما در قلعه‌های سر به فلک و درهای زیبا و دشتای وسیع این سرزمین با خون نیاکان و اجداد نوشته شده است. بدین وسیله لحاظا گفته میتوانیم که هیچ قدرتی در روی زمین چی در منطقه و چی در خارج از آن وجود دارد که شهامت و مردانگی افغانها را در هم شکنند و عشق و آزادی و استقلال ملت افغانستان را از بین ببرد. زیرا استادگی مردانوار آنها در مقابل تهاجم سکندر کبیر، فتوحات متواتر و متعدد در هندوستان در زمان سلطان محمود غزنوی، سلطان محمد غوری و دوره های درخشان ابوالمسلم خراسانی، برمکی های بلخ، سفاریان سیستان، سامانیان بلخ و دوره های شاهان و امپراتوری غور و غزنه، صفحات درخشانی از تاریخ کشور ماست. خب در اینجا مسئله چنگیز یاد کردن، اسکندر، دیگر طوری که ما مرز کردم، این واقعا بعضی مردم بسیار مقبول نوشته است. اگر من صاحب طبیبی من بسیار امتنان دارم، تشکر میکنم. باز در اینجا نوشته کده یک نسخه دیگه، تاریخ تکرار میشه در افغانستان. باز موهنلالا که تاریخ نوشته و جاسوس انگلیسا بودن به خلیلزاد تشبیه داشته و بسیار خوب تشبیهات هم کرده، یک دو رساله مقبوله برای من یک پست فرستادن. من ازشان تشکر میکنم. آموختم طبیبی صاحب، بسیار زیاد تشکر. بله سلام علیکم. برحال بله سلام علیکم. الو بله سلام علیکم. و علیکم سلام. بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام میگم وقت شما. من راجع به موضوع حضرت ایوب علیه السلام یک چیز شیاد تندم این گفته بود زن خود قسم خورده بود که میزنه و خداوند گفت از امی چای درخت او را با او را بازو گفت که بیشان نرم بزنی شو که اوگار نشو چی بزن گفت که قسم کم خلاص شد. دیگه حضرت امام حسین چرا تنها حضرت امام حسین یاد میکنن؟ با حضرت امام حسین برادر دو برادر دیگه شم بود، چون نام اونا یکیش عثمان بود، یکیش چی؟ یکیش امام حسن رضی الله عنه. بله دو برادرش هم بود، یه احتیاط نمیکن امام حسین هم احتیاط میکن. یکی موضوع طالبان سب که چی بود، من ده ماه تقریبا فکر میکنم، من میگفتم که امریکا شاید اینا رو یک داره چی کنه که جا دور بزنه که کل سای از رو پیدا کنه، یا یک مشکل برازی ها چی کنه که کجا هستن. بالاخره در دفعه الهی رئیس جمهوری رد میکنه. بله باش که باید دید که تشکر خدا. بله اعتراض افغانستان خود جنگ دوام داره و امریکا خود از یاد طوری که من خبر شدیم و شما میدانین، امریکا خلیلزاد روان کرده که طالب بگوین در قطر که ما میخواییم صلح کنیم. طالب به واشنگتن مراجعه نکده. اونا یک دفتر داشتن که از اون مجرا یک اگر قرار بود که با طالبان صحبت کنن او را در امون قطر نگه داشته بود، یک دفتر بود، یک مجرای صحبت بود، میخواستن از او استفاده کنن. گفتی امو یک نفر که با جنرال ضابط استی چی میشی و دیگه جنرال باز چی، باز میگه تقاعد میشم هیچ میشم. میگه بیادر تمی علیه هیچ است، بیادر من جنرال میخوایم شوم. و دیگه اونمو جهاد است و زدن و کندن و او را دوام میده و او را افتخار میدانن، او را وظیفه میدانن.
و اینا که هستن منافع مادی دارن و مزدورایشان هم به دلار سجده میکنن. خواسته های هر دو طرف فرق میکنه. اما تو که خواسته مجاهدین افغانستان، مجاهدین دوران انگلیس، مجاهدین دوران علیه ارتش سرخ در طول تاریخ متفاوت بود با خواسته های چند نفر مزدور انگلیس و امریکا و اینا و روسا، از اینا هم شاید فرق کنه. ای که زمین به زمان بخوره ای واقعیت های افغانستان است. یا چون ما را اقدر مسخ کردن مطبوعات افغانستان که همه ای تاریخ فراموش میکنیم. میگم دوره تاریک طالبان را مو چهار ساله او را دوره تاریک میگم. دوره استاد ربانی را که کابل تکه تکه شد، 60-70 هزار کابلی مرد، خانه های مردم ویران شد، او را هیچ وقت یاد نمیکنه که دوره تاریک است. دوره همی پرچم و خلق که افغانستان اما چاها و آبها و نان مردم افغانستان زهراگین ساخت، افغانستان اشغال بود، کس نمیگه که دوره. حتی میگه شهید نجیب الله و صاحب امیالم تورسن است که چی و یک دگیش نورالحق علومی ها یعنی ماینده های دکتر نجیب هستن و امیال برای پادشاهی دعوای پادشاهی را دارن. هر کدامشان افتخار میکنن به ایجنتای فروخته شده لشکر ارتش سرخ، به یک حساب یا ارتش سرخ. این زمان همینطور است. و کسی که خونی خود در راه خداوند میریزانه. همه امروز بمباردمانی که شده این ملت افغانستان کجاست که یک تلویزیون می بود میرفتن فیلم برداری میکردن او را ازمو بمباردمان کشتار ظالمانی ترامپ دیوانه او را باید میگفتن میاد که اون خو انسان است، چی تیاره بکشه و چی عملی طالب یک چند نفره بکشه. بله سلام علیک. الو سلام علیکم. و علیکم سلام برادر خطاب. و علیکم سلام. و علیکم سلام. برادر خطاب من یک همین جگر خونم چون من گفای شما رو شنیدم که شما واقعا وحدت شیعه و سنی رو میخواید. من هفته نام نمیگیرم، نمیخوام خدای نخواسته نفاق بیفته بین شیعه و سنی. یه برنامه پروگرام بود نامشم نمیگیرم که گفتن اینایی که توی گل و لای میفتن اینا شواینه، اینا خوکن. بعد من عالمانه سوال کردم، گفتم من مسلمانم بی سوادم. در قرآن آمده که انسان از آب و خاک بیرون آمده. آیه رم خان تشکر کردم، گفتم در آیه آمده که خون بر شمشیر پیروز است. گفت نی. گفتم آیات هست؟ گفت آه هست. گفتم من خیلی خوشحال شدم از جوابی که شما به من دادید. بعد من از اونایی هستم که به قول معروف دوست دارم مسلمان باشم. بعد این برادرهای مسلمان که ما را به عنوان خوک چیز میکنن، میخوام بگم که تو رو خدا نفاق نندازی. آوارا بان بیادر که کی خودت در یک پروگرام چی گفت و نگفت و که نفاق انداخت اونجا مراجعه کنین. نامشم نمیگیرم، یک نفر نامعلوم برای من تو یک چیز نامعلوم گفته. اول خودت هم باز یک نفر خودت اگر به نفاق دعوت کنه خودت خو عقل داری نفاق نکو. اگر مرا یک نفر بگوی که نمی تاجیک بسیار بد مردم هستن، من خو عقل دارم میگم نه نیستن. و اگر یک نفر پشتون بیا بگوی که تاجیکا یا تاجیک بیا که پشتون بد است، باید من خودم هم میگم پشت پشک چی میدوی و بینی تا قایم بی. هیچ وقت شما همی زلت قبول نکنین که یک نفر شما را به نفاق دعوت کنه متفرق بسازه. و تو خوش شیطان صاحب از روز ازل دشمن انسان است، در جنگ قرار داره. خداوند ضربه های قرآن آورده که با این خط اگر آن بودین عقیب شیطان زورش نمیکشه. و اگر از این عدول کنین و برای شیطان خودتان برین و اختیار دارین. شما را یک نفر اگر بگوید که متفرق شوین و که چطور شوین خوگ استین، و اگر شما خودتان این تاپی خوگ سرتان نزنین، هزار نفر بگوید که این آدم خوگ است. و نه من یک انسان خوب استم، خوگ نیستم، خوگ حرام است و ما خوک نیستم و هم یک هستی خداوند است و ما هم هستی، ما اشرف مخلوقات. خلاص شد برو دیگه بیادر که شب و روز رو در کلیت شور داده بوری بوری. بله سلام علیکم. بله بله سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام. بله خطاب صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام. سنگه ایسای جوری پا خیر 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 و خیریت. من محمد کریم دی د ویلی څخه
خبری دست. او څنګه چې سب جوړ په خیر. جوړ په خیر ته ورځ ما پچی تور نه لږه کول د در سم هغه غندنه بیا ماته جوړه کده غندنه زغوارم. لازم مو به کته سی ویډیو ته غندنه لرو. خیر خدای به هر څه په خیر کې اول به مرز خپل صحت وو. د افغانستان څنګه د خدای وړو. الهی امین خدای. نور بغرز خدای شان. نن ما وزرت داس نه ستاسو ته باندې شیرونو قبول کړې او کښنه شه د سوېلې سم ولاندی وې بازار چې دلته وخت یې کند د سیده ته وې ود دشتي کوي د سی څو فرده يم واخله د غون شیر د سر تر اخر مو وې نو ولاندی بل وې مخزون سره یو دی په فکرونو کې ته وپیرسه پسرګو کې پرخنه ست دي دونه کې توفیر آفرین آفرین خې دی ویلی والله رښتیا لیلا د کشیرین د قدر خو د کرامین ده هغه بزګر دی هیڅ څه یو ده په نومونو کې توفیر سره او دا خو دی والله ډیر خې جوړ کړه شابس د حسین پر تقدس باندې هیڅ راز اختلاف نشته شکلا یو شکلا د تعبیرونو کې توفیر سره آفرین رښتیا ویلی د مینې په عظمت کې شک شبه نه سالم خبره د فرجي چې په عشقونو کې توپیر شته رښتیا دي ویل بیلتون دی که یوسار دی پردیسي دی که هزار دی یو مخ ټول شواخون دی په دردونو کې توپیر شته پښتون له پښته یو دی د یوه نیکه اولاد دی دا څومره له خولیا ده چې قومونو کې توپیر شته د وینو سور سیلاب زموږ پر مین را روان دی سرنا د غم غیږې په تالونو کې توپیر سه په راز راز اداګانو یې غلط نسی ظلمیو جګړه پر اقتدار د بیانونو کې توپیر سه هدف د ټولو یو دی زموږ د کور خرابېده دي د سره تور استعمار په تاکتیکونو کې توپیر سه په ننو په سبا مو غولوي مقصد یې بل دی نیتونه شیطانی دی په خورونو کې توپیر سه آفرین آفرین معصوم ټول دفتر دی د ویارونو مجموعه ده رازونه دي نیازونه دي شعرونو کې توپیر سه دا زما د معصوم ورور هوتک په کاناډا کې ژوند کوي معصوم هوتک دي تا ورور دغه خو ډېر ښه شاعر دی رښتیا هم ډېر غښتلی لیکوال ده اوس پوسم ډېر مننه چې صاحب خدای دې ژوندی لاره راځه کله کله همدا شیان وایه د فارسي یک شعر مې شنیده بودم خونها سفید شد دلها سیاه گشت این است در زمانه ما رنگ روزگار واقعا نمود شده همه چیز سرچپه شده دلها سیاه شده خونها سفید شده یک نفر دیگه خداحافظ بله سلام علیکم آقای خطابی من با امان خدا سپ دوستان عزیز همه را به خداوند لایزال سپاریده خداوند خیر و برکت نصیب هر کدام شما که با افکار عاشقانه چون حضرت امام حسین و به خط ایشان روان هستین و او کسایی که اخلاص داره برای افغانستان برای اشک یتیم آه سرد یقینا مادرهای بیوه و بی بزاعت و کسایی که راستی سنگ زیرین گردیده و به شهامت میر از من در برابر نابسامانی های روزگار و کسایی که نیات پاک داره و خدا پرست هستن از دل هم دعا کنین و هم در عمل در برابر استکبار بیستین یک وظیفه واجبیتان انجام دادین و ثواب کمایی میکنین هر قدری که شما به دلار گرایش کنین هر قدری که در زنجیر استعمار و توطئه های شوم جهانیان خود قطور بسازین اما قدر مسخ میشین اما قدر بدبخت میشین شما لطفا همی چهره های از رئیس جمهورای افغانستان گرفته تا اراکین دولت ببینین نور و نمک ندارن در یک حراس هستن یک غم درونی دارن مثل که یک گناه را مرتکب یقینا یک گناهکار چهرهش بسیار بد یک چهره میشه کریه میشه منفور میشه شما لطفا توجه بدارین عمیق یعنی تو ببینین شباهتی از اونا رو با یک شخصی ایماندار گران دوستانی تاسیاری و پخدای سپارو و مخخه ده خدای پامان.